با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. در ادامه میزگردهایی که به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن برای شما تدارک دیدیم، این بار اومدیم سراغ سه تن دیگر از فعالین جنبش چپ ایران، رفقا لیلا دانش، فریبا ثابت و بهروز فراهانی. من به هر سه عزیز خوش آمد میگم. اولین پرسشم رو از رفیق لیلا دانش میپرسم که متاسفانه فقط صداشون رو داریم، تصویرشون رو نداریم. رفیق لیلا، شما در مقطع انقلاب بهمن به ویژه هول و هوش قیام 22 بهمن کجا بودید، چی کار میکردید و فعالیت هایی که داشتید رو برای بینندگان ما توضیح بدید؟ بگوشید. سلام میکنم به شما و به دوستان دیگری که در برنامه هستن و همینطور به بینندگان و شنوندگان این برنامه. دوره انقلاب اگه همون سال 56 و 57 رو ملاک فرا بدیم برای اوج اعتراضاتی که بود، من تو اون دوره اساسا دانشجو بودم و ساکن تهران، ولی درست بعد از 17 شهریور و بعد از اینکه توی شهرهای زیادی حکومت نظامی اعلام شد، خب دانشگاه بسته شد به دلایل زیادی دیگر، همه دانشگاه تقریبا نیمه تعطیل و بسته بودن و من تو اون دوره به آبادان رفتم که خانواده‌ام اونجا زندگی میکردن. در نتیجه در دوره تقریبا میتونم بگم از آبان 57 تا موقعی که انقلاب شد، من اساسا در آبادان بودم، ولی چند سفر هم به تهران رفتم و اومدم و اون دوره تو آبادان دوره مهمی بود. دوره بود که همونطور که میدونین اعتراضات عمومی که کلن تو ایران در جریان بود، تو آبادان به اندازه شهرهای دیگه نبود تا موقعی که فاجعه سینما رکس اتفاق افتاد. بعد از فاجعه سینما رکس، یعنی 28 مرداد 57، خیلی فاجعه وحشتناکی بود. خب اون که البته تأثیرش رو در سطح سراسری هم داشت و تظاهرات ها و شعارهایی که جاهای دیگه داده می شد بعد از جریان سینما رکس رو هم در واقع در خودش به خودشون اضافه کرده بودن خواستها و مطالبات. به هر حال بعد از مسئله سینما رکس و حکومت نظامی که بعد از 17 شهریور هم توی بقیه شهرها اعلام شد، کارگران نفت، کارگران پالایشگاه هم اعتصاب کردن و اعتراض به حکومت نظامی و همینطور اعتصاب بخش های مختلف، حالا به تدریج به اعتصاب پیوستن، ولی در مجموع تو آبان و اینا که من دیگه اونجا بودم، میتونم بگم اون دوره بود که پالایشگاه آبادان، شیراز، اصفهان، تبریز، تهران همه در اعتصاب بودن و ما که بچه های خانواده های کارگری بودیم تو اون دوره تو آبادان، میتونم بگم که دوره‌ای که فکر کنم خیلی از کسانی که اونجا بودن همه به یاد میارن که تقریبا هر روز در محلات کارگری آبادان تظاهرات بود. تقریبا هر روز میتونم بگم اینطوری بود، یعنی ما مرتب جمع میشدیم در جاهای مختلف و حالا برای سازمان داده می شد و گروه های محلی، گروه های سیاسی محلی که در اونجا کار می کردن، که خود منم با یکی از اونا گروه کار می کردم، تدارک می دیدن و این جایی بود که به هر حال هم اطلاعات پخش می شد، خبرها پخش می شد، حمایت بود از کارگرانی که در اعتصاب بودن، خبرهای اونا تو جاهای دیگه منعکس می شد و اعتراضی بود که به هر حال بخشی از خانواده های اونا به شکل دیگه‌ای در رابطه با حکومت شاه به اصطلاح چیز می‌کردن. و البته بعدش توی خود روزی که سقوط حکومت اعلام شد از تلویزیون اینا، اون موقع دیگه ما جلوی ساواک جمع شدیم که مثل خیلی جاهای دیگه برای اینکه خلع سلاح بشه و خلاص ساواک منحل بشه. بله، شما تو دانشگاه درس می‌خونید؟ در چه رشته درس می‌خونید؟ من مهندسی می‌خوندم. مهندسی مکانیک. بسیار عالی. رفیق فریبا ثابت، ضمن خوش آمدگویی به شما، شما به همین پرسش اول من پاسخ بدید. کجا بودید موقع انقلاب بهمن؟ چی کار میکردید؟ به چه فعالیت های مشغول بودید؟ بله، با سلام به شما رفیق آرش کمانگر عزیز و دوستان شرکت کننده در این میزه گرد و همچنین بینندگان تلویزیون برابری. من در زمان در واقع از سال 54 دانشجوی دانشگاه شیراز بودم که به هر حال و این زمینه این مسئله به نظر من برمیگرد به 56 و 57
که در زمانی که در سال 54 که به هر حال در دانشگاه خفقان خیلی خیلی زیادی بود، 54 55 و حتی تشکل‌های صنفی خیلی خیلی ضعیف بود، هرچند یک تحرکاتی بین دانشجوها بود، یک جزوه های از خارج کشور میاد که اساسا مجاهدین میملان بودند و گروه های دیگه مثل شفق سرخ و اینا که خیلی بین بچه‌ها با احتیاط پخش میشد. از سال 55 به بعد بچه ها شروع کردن گروه های کوه تشکیل دادن که بعد از این یک سری از دانشجوهای دانشگاه شیراز را گرفتن و باز دو مرتبه یه مقداری این فضای به قول معروف فضای سکوت برقرار شد، تا اگر که خوب یادم باشه بعد از مسائلی که به قول معروف به مسائل جمیکراسی مشهور شد، یعنی حقوق بشری که یک کمی فضای باز سیاسی ایجاد شد، یک تحرکاتی هم در دانشگاه ایجاد شد به این مناسبت که بچه ها اومدن یک کمیته هایی تشکیل دادن مثل کمیته سینما، مثلا فیلم هایی از سفارت شوروی میگرفتن و فیلم هایی که بیرون ممنوع بود در این حد به ما اجازه میدادن که بذاریم، یا مثلا فرض کن تو خود دانشگاه دست به اعتصاب میزدن، دست به مثلا حالا اون موقع مثلا شکوندن شیشه ها میزدن که این از سال 56 شروع شد ولی در خود محوطه دانشگاه محدود میموند. من یادم آخرین بار قبل از که در جامعه خبری بشه یک شاه میخواست بیاد در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و اونجا میگفتن که به قول معروف گاف ها مار شاه هست، دیدم کنه از قسمت دامپروری و بعد سعی میکردن که مجبور کنن حتی غیر مستقیم که دانشجو برن و اونجا در زمان که شاه هست حضور داشته باشن، که دانشجو نه تنها نرفتن بلکه شروع کردن به اعتراض، که این اعتراض دو سه روز طول کشید. در اون اعتراض به طور مشخص که در دانشگاه شد یک کم هم به جاده‌های اطرافش کشید، گارد دانشگاه اومد و دانشجوها رو به شدت مورد حمله قرار داد و یک تعداد از دانشجوها هم دستگیر شدن. اما این مسئله دانشجوها با سرعت با چیزی که در بیرون اتفاق افتاد، یعنی با تظاهراتی که در بیرون اتفاق افتاد سرعت گرفت و همچنان باز در شیراز من بودم تا اینکه دیگه اینقدر این مسئله سرعت گرفته بود که دیگه در واقع دانشگاه ها رو به خاطر کامل بسته نبود ولی به قول معروف درس و مشقی نبود و بیشتر هم دیگه کانون دانشگاه نبود و به بیرون کشیده شده بود که هر روز تظاهرات میشد. من یادم در همین مقطع حدود 56 57 شروع شده بود که یک سری از این دانشجوهایی که از خارج از کشور میمدن که بعدها ما فهمیدیم که اینا عضو کنفدراسیون بودن، اینا حرف این میزدن که چون به هر حال اینا یه سابقه تشکیلاتی داشتن که بریم کمیته محلات رو تشکیل بدیم، در همون مقطع با کمیته های محله صحبت بکنیم یا مثلا هر روز کمیته های تشکیل بدیم برای دم زندان رفتن ها، برای آزادی زندانیان، چون این آزادی زندانیان شیراز تو زندان آدیاباد خیلی طول کشید، در واقع آخرین سری حتی نزدیکای همون 57 بودن، تا اینکه بالاخره این خیلی سرعت گرفت شروع شد. همونجوری که لیلام گفت چون شیراز هم پتروشیمی داره، یک به هر حال کمیته هایی که بازم من فکر میکنم که یه سری از بچه‌هایی که از خارج اومده بودن تاثیر داشته، کمیته های اعتصاب تشکیل دادن که این شروع شد در پتروشیمی اعتصاب کردن، کارخانه آزمایش بخشش اونجا بود و بعد به سرعت که سرعت گرفت و به ساواک حمله شد، بعد از که آخرین زندانیان سیاسی آزاد شدن که فکر کنم آخرین زندانی بود که زندانیان سیاسیش آزاد شدن، به ساواک و به سرعت پیش رفت تا مقطع 22 بهمن که من در تمام این مدت همش شیراز بودم. شیراز. توی دانشگاه شیراز در چه رشته‌ای تحصیل می‌کردید؟ من دانشگاه شیراز در رشته کشاورزی بودم، در رشته آگرونومی که مربوط به تکنیک و ژن تکنیک گیاه ها هستش. بسیار عالی. به رفیق بهروز فرهانی عزیز پاسخ شما رو هم به همین پرسش میشنویم. سلام آرشان، سلام مهمانات دیگه برنامه، رفقا لیلا دانش و فریبا ثابت، امیدوارم که خوب و خوش باشین و هر جایی که هستید به سلامتی مشغول کارتون باشید. پرسیدی که من کجا بودم موقع انقلاب. موقع انقلاب من دانشجو بودم، دانشجوی سال آخر مهندسی در لندن و به شدت هم مشغول تلاش و تبلیغ برای جنبش توده‌ای که در حال در واقع رشد و نضج در ایران بود و واقعیتش اینه که
ما فکر نمی کردیم که این جنبش به این سرعت پیش بره و منجر به سرنگونی رژیم شاه بشه. بر طبق تئوریایی که اون موقع خونده بودیم و نظریاتی که اون موقع شنیده بودیم، فکر می کردیم که این روندیست طولانی، حالا حالا باش ما کار داریم و از این زاویه واقعا فکر نمی کردیم که به این زودی ها این اتفاق میخواد بیفته. خودمون رو آماده کرده بودیم برای یک تبلیغ گسترده و یک کارزار طولانی و بلند مدت، به خصوص که درست چند ماه قبل از اون شاعر انقلابی سعید سلطانپور اومده بود در یک کارزار افشاگرانه از رژیم شاه در سراسر اروپا و آمریکا و اینا با دوستانش میرفتن تبلیغ میکردن، تاثیر بسیار سنگینی هم گذاشته بودن. و وقتی ما با اونم صحبت میکردیم، ارزیابیش این نبود که به این سرعت ما به جایی خواهیم رسید. اینی که ما هممون خودمون رو آماده کرده بودیم برای کارهای بیش از این. وقتی خبر انقلاب رسید و قیام 22 بهمن رو شنیدیم که سر از پا هم نمیشناختیم، بیش از این که خوشحالم شده باشیم متعجب شده بودیم، ولی خب بسیار بسیار خوشحال بودیم که این اتفاق افتاده و این رژیم سلطنتی سرنگون شده. آرزوی ما بود، براش کار میکردیم. من 3-4 سالی بود که وارد سیاست شده بودم و با شدت و حدت طرف انتظاری همچین روزی رو میکشیدیم و در حد توانمون در خارج از کشور براش کار میکردیم. من عضو کنفدراسیون جهانی بودم در لندن. به محض اینکه این انقلاب شد، من به فاصله فکر میکنم یک ماه و بعد از یک ماه برگشتم ایران و در بحث‌های دانشگاه و غیر اینها هم صحبت میکردیم و خلاصه فضای بسیار بسیار جدیدی بود که ما هیچ چیزی نداشتیم ازش. در واقع برای من همه چی تازه بود و این سر از پا نمیشناختم وقتی که برگشته بودم به ایران و بحثایی تو دانشگاه و اینا رو شرکت میکردیم و متاسفانه هم موقع میدیدیم که حزب الله دارن یواش یواش سازمان پیدا میکنن و دارن به جلو میان. خلاصه این وضعیت ما بود موقع انقلاب. متاسفانه به طور مستقیم در انقلاب شرکت نداشتیم و پشت جبهش بودیم، با تمام قوا هم پشت جبهش بودیم. خب ما میدونیم که در ارتباط با انقلاب بهمن یک سری ارزیابی‌های مطرح میشه دیگه. خب یه ارزیابی رسمی حکومتی اینه که خب دهه فجر دیگه، انقلابی بوده، پیروز شده اینا. برخی هم با اون که با جمهوری اسلامی مخالفن، اونا هم میگن خب آقا انقلاب اسلامی بود یا انقلاب ارتجایی بود، پیروز شد دیگه، این داستان چیه؟ شما میگید شکست خورد و ناکام بوده و نافرجام بوده و اینا. یه دم اون اوائل، حداقل نه الان ولی اون اوائل در چند سال اول میگفتن انقلاب تداوم داره، درست؟ یه دم میگفتن نه، از همون فردای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی شکست خورد. حالا با توجه به این نظریات مختلف، رفیق لیلا دانش، دیدگاه شما رو میشنویم در رابطه با ارزیابی از اون انقلاب، و اگر معتقد به شکست اون انقلاب هستید که حتی میذارم هستید، دلایل اون رو چه میدونید؟ دلایل شکست انقلاب، ناکامی و نافرجامی انقلاب بهمن 57 از دید شما چی بود؟ بگوش. خب البته ما باید اینو در درجه اول توجه بکنیم بهش که انقلاب یه پدیده چند وجهی و کمپلکس هست و توضیحی که برای شکست و یا شکل گرفتنش داده میشه نمیتونه یک توضیح یک بعدی باشه و فقط در یک عرصه و فقط در یک حیطه در یک موضوع چیز بکنه. به همین دلیل میشه گفت که مجموع برخوردهایی که تا به حال راجع به این مسئله شد که از زوایای مختلف صورت گرفته، برای هر کدوم از رو انگشت روی نکاتی گذاشتن که شاید هر کدوم جنبه رو توضیح میده. ولی من هم همونطور که شما گفتین، اول میخوام این یه مقداری روی مفاهیم و به اصطلاح برداشتهایی که از تبیین خود این مرتبی که از خود این موضوع هست یه چیز داره بگم. این که مثلا گفته میشه که بی خود انقلاب کردیم، که اصلا چرا رفتین انقلاب، که این بحثی بود که ما سالها با اصلاح طلبان درگیر بودیم که به خاطر برخوردی که اونا به مسئله انقلاب و اصلاحات در واقع از زاویه خودشون داشتن، و اینکه البته از جانب سلطنت طلبان هم گاهی وقت هست، ولی مشخصا تو این دو سه دهه اخیر ما از جانب اصلاح طلبان و بخشی از سنت لیبرال ایران با این مقوله مواجه بودیم که چرا انقلاب و اشتباه کردید که انقلاب کردید. اما در این حال همونطور که شما گفتین،
از خود این اتفاقی که افتاد و شکست خورد، ولی به نظر من هم شکست خورد، از این هم تعبیرهای مختلفی، از دولتی که سوار شد بر موج این انقلاب شکست خورده میگه انقلاب اسلامی پیروز شد، و اونایی که در این انقلاب شرکت کردن و از این انقلاب انتظارات دیگری برای به اصطلاح ایجاد یک تحولات گسترده تر و عمیق تری در جامعه داشتن، طبعا انقلاب شکست خورده ارزیابی میکنن. بنابراین و این هم شاید خودش یکی از ویژگی های هر انقلابی، چون بالاخره انقلاب یک شکافی رو در درون جامعه به وجود میاره که طبعا معنیش نیست که همه با هم در یک صف قرار گرفتن، تقابلی وجود داره در اینجا و یک منافعی موجود بوده که این تقابل رو به وجود آورده در واقع. ولی به هر حال مستقل از این که ما کدوم تعبیرها رو از اینا داشته باشیم و چه چیزی رو الان بخوایم روی کدوم یکی از این تعبیرها رو بخوایم راجع بهشون به رسمیت بشناسیم یا نشناسیم، سوالی که میمونه بالاخره اینه که خب اون انقلاب چرا شکست خورد، چی شد که این انقلاب شکست خورد. خب اینجا هم به نظر من تو همینجا هم البته در تو تعبیرهای متفاوتی هست و ما میدونیم که یک دسته تحقیقات و بررسی های آکادمیک در این زمینه صورت گرفته که توضیح این که چرا انقلاب شکست خورد، دسته دیگری هستن که برخوردهای سیاسی حالا با عمق‌های مختلف تحلیل سیاسی از این زاویه توضیح میدن که چرا انقلاب شکست خورد، و در به اصطلاح با کانسپت های معمول رایج در ایران اگه بخوام بگم با گفتمان های مختلفی که توضیح داده بشه که چرا این شکست اتفاق افتاده و اصولا برداشتمون از این شکست چی هست. اگه توی یه بخشی از اینایی که به اصطلاح در زمینه از جانب اصلاح طلب ها و یا حتی سلطنت طلبان مطرح میشه، بخشی از بحثایی که اونا میکنن در حقیقت در این محدوده قابل توضیح هست که اتفاقی که در ایران افتاد این بود که باعث شد که پروسه مدرنیزاسیونی که دولت شاه به وجود آورده بود و به سرعت داشت رشد میکرد و گسترش پیدا میکرد جایگزین شد با یک جریان سنتی که متعلق به جامعه پیشامدرن هست و یا به هر حال با تعابیری که از مذهب در این چیزا هست، و حالا با برخوردهای متفاوتی که راجع به توده‌ای که این به اصطلاح جریان رو حمایت کردن که اونم خودش جای بحث داره. ولی مستقل از این، جدای از این بحثی که از این زاویه از جانب این دو سنت مطرح میشه در رابطه با تقابل سنت و مدرنیته، که به نظر من حتی اگر به اصطلاح در یک برخورد عمیق و همه جانبه و درست و علمی بکنم جای بحث داره، میشه راجبش بحث کرد که معمولا اینطوری هم نیست، ولی مورد قبول من نیست و این دلیل که من با ترمینولوژی مارکسیستی طبعا در رابطه با این انقلاب حرف میزنم و اینکه چه چیزی باعث این به اصطلاح شکل گرفتن انقلاب شد و چرا شکست خورد. اگه به اون دورهی برگردیم که به اصطلاح حکومت شاه بعد از انقلاب ارضی سال 41 در واقع تو اون دهه 40 و 50، اون دوره‌ای که بعد از اصلاحات ارضی دوره‌ای هست که حکومت شاه تونست یک توسعه صنعتی رو در ایران به اصطلاح به وجود بیاره، خب اینا تغییراتی در جامعه به وجود اومد که مشهود بود، به خصوص رشد اقتصادی که در نیمه اول دهه 50 اتفاق افتاد خیلی ملحوظ بود. یعنی خب اونا ما الان که توی همه ماهایی که در تبعید هستیم و تاریخ اون دوره رو از زاویه جوامع غربی، لااقل برای خود من اینطور بوده، از زاویه جوامع غربی نگاه میکنم، دوره بحران نفت در اوایل دهه 70 میلادی، یعنی همون دوره‌ای که رشد اقتصادی در ایران بود به دلیل بالا رفتن پول نفت، تصویرهای متفاوتی رو در مقابل ما قرار میده که بالا رفتن قیمت نفت باعث شد که به اصطلاح پول کلانی سرازیر بشه در جامعه، و من خودم شخصا تأثیر این بالا رفتن قیمت نفت رو در جاهایی که بودم، در اطراف خودم، در زندگی کسانی که میشناختم دیدم و میدونم که واقعا تأثیر داشت که درآمدها بالا رفت و یه فضای دیگر یا کار بیشتر بود، پروژه هایی که به خصوص تو منطقه جنوب ایران، پروژه هایی که حول و حوش شرکت نفت و پالایشگاه و تأسیسات مختلفش اتفاق میافتاد زمینه های بیشتری رو فراهم کرده بود برای اینکه آدم ها خب به هر حال امکانات بهتری پیدا بکنن. ولی تمام مسئله اینه که اگه از زاویه خود سیستمی که شاه داشت پیش می برد که همون موقع با
سیستم یا به اصطلاح توسعه صنعتی در کره جنوبی و سنگاپور حتی مقایسه میشد، به خصوص با کره جنوبی چون ایران یه جورای رقیب کره جنوبی بود. با وقتی اونا رو با هم مقایسه میکنیم میبینیم خب اون راهی رو که کره جنوبی طی کرد به هیچ وجه در ایران اتفاق نیفتاد. من میخوام از این زاویه بگم که حتی با اینکه دولت شاه میخواد تماما متعهد باشه به سیستمی که خودش در چیز خودش رو بساره زیر نظر خودش بود، خودش روش حکومت میکرد و تمام بخش هایی که دولت رو هدایت میکنن، میدونیم که از هم موقع میگفتن هم الان خیلی به وضوح معلوم شده که خانواده هزار فامیل چه نقشی داشت در سر و سامان دادن به مسائل اجتماعی و سیاسی و صنایع و اقتصاد و گردش پول در جامعه کلن. ولی کاری رو که به اصطلاح زیر نظر اینا پیش برد نتونست به همون موفقیتی که به اصطلاح کره جنوبی یا سنگاپور داشتن تو اون دوره پیش می‌بردن همخوانی با اونا داشته باشه، علارغم اینکه حمایت دولت‌های غربی رو با خودش داشت. ما می‌دونیم رابطه شاه با آمریکا چجوری بود، نقشی که شاه در منطقه خاورمیانه داشت نقشی بود که اصلا مقابل مقایسه با امروز جمهوری اسلامی مثلا نبود. ولی با این بحث از سال 56 ورق برگشت و بحران اقتصادی دامن جامعه ایران رو گرفت، تورم شدیدی اتفاق افتاد، گرونی شد، یعنی قیمت ها آنچنان بالا، مشکل مسکن به وجود اومد، رشد سرسام‌آور به سلام کفرآباد ها و حصیرآباد های در خارج محدوده تهران و شهرهای دیگه خیلی گویاست دیگه. میدونیم که یکی از چیزهایی که هست در رابطه با انقلاب 58 اینه که انقلاب از خارج محدوده تهران شروع شد، از خارج مزدی و اون موقعی که بلوزرها رو مینداختن و خونه‌هایی رو که مردم یه شبه ساخته بودن، مردمی که از روستاها اومده بودن به شهرها برای اینکه دنبال کار بگیرن. به هر حال مسئله حاشیه نشینی و گرانی وحشتناک و اتفاقات دیگری که در رابطه با در درون خود هیئت حاکمه میافتاد، چون اینا رو خب البته من شخصا اون موقع با توجه به سن و سال و جوانی و کم تجربه که داشتم اینا رو نمی‌دونستم، اینا رو الان میتونم بگم که دعواهایی که در درون خود به اصطلاح هیئت حاکمه ایران بود و نقشی که شاه داشت برای اینکه همه چی رو زیر سیطره فردی خودش نگه داره، مجموع اینا فضایی رو به وجود آورد که نمیتونست از درون سیستم خودش راهی پیش ببره، نمیتونست به خواستهای مردم جواب بده. و درست در همین دوره هم بود که اون حزب رستاخیز رو درست کردن، یادتون باشه که سال 55 بود، حزب 53 فکر کنم 53 53 حزب رستاخیز رو اعلام کردن که بعدن هم وقتی که بحران اقتصادی شروع شد سال 56 که اعتراضات شدید شد و بحران اقتصادی بود و یا بحران اقتصادی رو شده بود، روشن شده بود که بحران اقتصادی وجود داره، اون وقت چیزی که مثل خیلی از دولت‌های دیگه به جای اینکه به مشکل اصلی بپردازن به این پرداختن که یه عده از این کسبه گران فروش هم احتکارگران هستن و حزب رستاخیز رو انداختن به جون یا وابستگان حزب رستاخیز رو به اینکه جلوی گران فروشی رو به این ترتیب بگیرن، که خب این هم راه حلی نبود. به هر حال منظورم اینه که اگه امروز بخوایم با این داده ها نگاه کنیم به اون دوره، به نظر من اینو به صراحت میشه گفت که شاه نمیتونست نمیخواست اون بحران رو حل بکنه، امکانش رو نداشت. اگر نمیخواست این کار رو بکنه میبایست فضایی رو باز میکرد در درون حکومت یا در درون جامعه که سعی کرد این کار رو بکنه، ولی دیگه یه موقعی این کار رو کرد که اعتراضات اونقدر گسترش پیدا کرده بود که نمیتونست تأثیری داشته باشه برای اینکه بتونه جیره. ولی به هر حال اونچه که مهم بود وقتی اعتراضات شکل گرفت، در نبود نه دولت شاه میتونست راه حل داشته باشه و نه مردم اون آمادگی رو داشتن، علارغم اینکه اعتراضات خیلی گسترده بود آلترناتیوی نبود که بتونه جایگزین باشه و با راه حل اثباتی در مقابل اون وضعیتی که وجود داشت بیاد. مسئله این شد که خمینی که از همون موقع از یک سال از 56 تقریبا رفته بود توی پاریس و دیگه مدیای غربی هم داشتن اون رو به عنوان یک شخصیت مطرح میکردن، فضای فراهم اومد که خمینی بتونه آلترناتیو خودش رو مطرح بکنه. من رو این تیکش فکر میکنم لازمه که یه مقدار به هر حال نکاتی رو بگیم که خود این که خمینی مقبول واقع شد هم مهم بود، برای اینکه اون جامعه اگر بحث از مدرنیسم بود و اینکه دولت‌های غربی که از شاه حمایت می‌کردن، شاه مورد حمایت دولت‌های غربی بود، ولی یک دفعه چی میشه که رضایت میدن یا به اصطلاح
آماده میشن بپذیرن که خمینی قدرت رو در دست بگیره. به نظر من به چند تا نکته باید تو اینجا در نظر چند نکته باید در نظر داشت. یکیش مسئله بحران اقتصادیه که همون موقع دنیای غرب رو هم گرفته بود و نئولیبرالیسم که امروز داریم ازش حرف میزنیم و بارزه های تاثیراتش رو تو جاهای مختلف میبینیم، اون موقع تازه داشت شروع میشد و عرصه های فعالیتش به خصوص در همون سال 79 در شیلی لااقل شروع شده بود و این یکی از راه‌حل‌هایی بود که بورژوازی بحران زده در مقابل خودش داشت. یکی نکته دیگه اینه که دوره جنگ سرد بود و توجه آمریکا و دنیای غرب به اینکه ایران نباید در معرض یک خطری قرار بگیره که به اصطلاح خاورمیانه رو در یک پرتگاه قرار بده، این برای غرب خوب خیلی مهم بود. و یه نکته مهم هم به نظر من این بود که چند ماه قبل از این اتفاقات، قبل از بهمن 57 در افغانستان کودتا شده بود، شوروی اومده بود تو افغانستان و تحمل این که یک به اصطلاح نابسامانی در ایران به وجود بیاد که بتونه بالانس رو کلن در این منطقه زیر سوال ببره و غرب رو در مقابل یک چالش بسیار بزرگ قرار بده، همه اینا دست به دست هم داد. به اضافه این که به هر حال در درون جامعه هم دیدگاه های مذهبی پایه های خودش رو داشتن. من اینو میخوام از این نظر بگم که دیدگاهی هستن که مثلا به این چیز میکنن که فقط این نیست که مردم مذهب بودن، فقط این نیست، مردمی که تو خیابون اومدن برای مذهب نیومدن. ماهایی که اونجا بودیم میدونیم که اینطوری نبود که انقلاب یا تظاهرات برای مذهب باشه. مذهبی شدن و شعار جمهوری اسلامی بعد از 17 شهریور و حتی به طور مشخص تقریبا از آذر 57 مطرح شد و این اون دوره است که به نظر من مجموع این عواملی که برشمردم، یعنی اینکه شاه دیگه به نظر میاد نمیتونه با این وضعیت کاری بکنه و یه کسی هست که از جوانب مختلف، از موضع مسائل منافع غرب در منطقه، از موضع روابط بلوک جنگ سردی در اون دوره میتونست این فضا رو بگیره و به هر حال قابل کنترل تر بود و به این معنی پذیرفته شده تر. رفیق فریبا، پاسخ شما رو به همین پرسش میشنویم، ارزیابی شما از انقلاب 57 و دلایل شکست بگوش. من فکر میکنم که این که چرا انقلاب شکست خورد بستگی داره که از چه جایگاهی بهش نگاه میکنیم. یعنی جایگاهی که ما نگاه میکنیم و هدفهایی که انتظار داشتیم از انقلاب چی هست. همونطور که لیلا هم گفت، ممکنه یه نفر فکر کنه این انقلاب پیروز شد، ولی انقلاب که به هر حال من هم جز دستی هستم که فکر میکنم انقلاب شکست خورد و برای این یک دلایل داخلی دارم و یک دلایل خارجی دارم. یعنی همیشه چند تا دلیل خیلی مشخص هست که باعث میشه در یک مقطع تاریخی انقلاب شد. ببینید انقلابی که شروع شد، منم همینطور میگم با اینکه جوان بودم، از دانشگاه شروع شد، به هیچ وجه رنگ مذهبی نداشت. بر بستر یک بحران اقتصادی و سیاسی شروع شد، از یک استبداد خیلی حاکم شدید و همونطور که گفتیم بعد از یک دوره رشد تورم شروع شد، یعنی دلایل اجتماعی داشت و یک بستر اجتماعی شروع شد، همونطور به قول معروف بعد به این رشد خودش به یک تضاد تبدیل شد، یعنی فاصله طبقاتی زیاد شد، حتی بازار تهران رو از حذف کردن از اقتصاد ایران و در دست انحصار در دست یک سری از اطرافیان شاه بود، در واقع در روند صنایع سازی. بنابراین این اعتراضاتی که شروع شده بود که ناشی از خفقان بی اندازه در درون ایران بود، حالا باز برمیگردیم به اون موقعی که میخوایم انقلاب بگیم، بر بستر یک زمینه عینی شروع شده بود، در وهله اول به هیچ وجه رنگ مذهبی نداشت، هرچند مذهبی ها هم توش بودن. من خودم یادم میاد در دانشگاه واقعا حتی از اون اعتراضات اولیه اغلب بچهای چپ بودن که فعال بودن و در سطح شهر و بعد این همینطور که پیش رفت و همینطور که لیلا گفت، به نظر من از یک مقطعی اینو گرفت و این به هر حال مقطعی بود که مذهبی ها وارد شدن. به نظر من چرا دلیل اصلی این که اگر شما قشنگ یادتون باشه بعد از اینکه شوروی به هر حال جهان دو قطبی بود، در مقابل شوروی، در مقابل پیشرفت اون زمانهایی که تماما جنبش های آزادی بخش بود، آمریکا قطب دیگه تصمیم گرفت کمربند سبز ایجاد کنه. این موضوع خیلی خیلی اهمیت داره، ما هیچ وقت نباید فراموش کنیم. و بعد از مسئله افغانستان که اتفاق افتاده بود،
جامعه به شدت داشت رادیکالیزه میشد. یعنی به نظر من جامعه ایران داشت رادیکالیزه میشد با توجه به اینکه یک، اولا در پی همین سیاست که این الان دیگه به قول معروف تقریبا روشن شده بر اساس اسنادی که اومده بیرون، در پی کمربند سبز غرب اصلا نمیخواست که جامعه رادیکالیزه بشه و احیانا به دست شوروی بیفته. دوم این که ما مطالباتمون چی بود؟ ما کسایی که مثلا حالا میگم تمام کسایی که مذهب رو نمیخواستن، میدونستن که شاه رو نمیخوان ولی نمیدونستن چی میخوان. این خیلی نکته مهمه، خیلی خیلی ساده است. یعنی ما نمیدونستیم چی در واقع مطالباتی که زمینه عینی و اجتماعی داشت براش به قول معروف نهادهای لازم رو نداشتیم. نهاد روحانیت بود، وجود داشت، یک سیستم بسیار پیچیده‌ای بود، بازار پشت این بود و در نتیجه در این معادلات کسی که در واقع امکاناتش داشت، تشکیلاتش داشت و میتونست تو جامعه پیش بره، چه کسی بود؟ روحانیت بود، نهاد روحانیت بود. یعنی آمریکا و کشورهای غرب با توجه به نهاد روحانیت و با توجه به در واقع الان که اسنادش اومده، با توجه به اینکه خود خمینی و روحانیت هم در واقع به اینا گفتن که ما کاری به کار شما نداریم، ما کاری به کار آمریکا نداریم، اصلا ضد آمریکا نبودن. اگر شما دقت بکنین حتی در زمان شاه در یک مقطعی دست نهادهای مذهبی رو باز میذاشتن، یعنی بازار خودش صندوق داشت، نهادهای به قول معروف نهادهای شریطی وجود داشت در ایران، آتشان قدس رضوی به نوعی وجود داشت در ایران، اینا خودش تماما یک سازماندهی وجود داشت، در حالی که اگر کسی یک کتاب میخوند مینداختنش زندان، یک کتاب شعر میخوند مثلا کتاب گل سرخی میخوند. ما اگر دانشجو بودیم ساده ترین کتاب ها، من یادم هست که ساده ترین کتاب ها رو مخفی میکردیم. بنابراین هم دلایل خارجی داشت، هم دلایل کسانی که به دلیل واقعا سرکوب شدید 100 ساله گذشته امکان هیچ گونه نهاد و حزب و تشکیلاتی رو نداده بود به کسایی که چپ، مثلا دانشجوها، حتی دانشجوها نهاد خودشون رو نداشتن دیگه، از سندیکا و اینها که حرفی اصلا در میان نبود. و بنابراین بر این بستر بود که به هر حال مذهبی هایی که به قول معروف اون زمینه اجتماعی رو داشتن و با کمک کشورهای غربی و کنفرانس گوادلوب اینا، حالا خیلی چیز میبره و نمیتونیم داردش بشیم، وارد شدن و بعد به مرور خودشون رو مستقر کردن. و به همین دلیل اصلا هیچی در واقع غیر از یک حکومت تئوکراسی و پوپولیستی که بر اساس شعارهایی که نان و آزاد میکنه، برق و ارزون میکنه، تمام این چیزها سر کار اومد، این انقلاب دستاوردی به هیچ وجه نداشت، کما اینکه در روند خودش ما دیدیم که شاید به قول معروف از بد هم بدتر شد. بله، خیلی ممنون. رفیق بهروز فرهانی عزیز، پاسخ شما هم به همین پرسش میشنویم. خب، دلایل شکست انقلاب بهمن چه بود رو بارها و بارها صحبت کردیم، در واقع 40 ساله که راجعش داریم صحبت میکنیم. نمیدونم من چه چیز جدیدی میتونم اضافه بکنم به دلایل این شکست، و چیز تازه‌ای فکر نمی کنم که هیچ کدوم از صاحب نظران جنبش ما، چه جنبش چپ چه نیروهای دیگه، در این فاصله چیز تازه‌ای رو پیدا کرده باشن که اضافه بکنیم به نقشی که نیروهای چپ بازی کردن، نقشی که روحانیت حاکم کشف کرد، در واقع بازی کرد، و وضعیتی که اسفبار و جهنمی که ما الان هستیم نتیجه اونه. روشنه که در اون موقع پیش از انقلاب، خب طبیعیه که مقصر اصلی در واقع رژیم سلطنتی هست، رژیم شاه بود که با قلقم کردن نیروهای چپ، ملیگرا، همه کسانی که طرفدار پیشرفت و ادارت اجتماعی بودن، یا در تبعید بودن یا در زندان بودن یا اعدام شده بودن و زیر خاک رفته بودن. در واقع رژیم سلطنتی با سیاست هایی که مماشات کامل با بخش بزرگی از روحانیت بود و فقط طرفدارای خمینی رو در واقع می گرفت و یا مینداختشون زندان یا به هر حال سیاست ایزایی در مقابلشون داشت، اما با بقیه روحانیت کاملا
می ساخت، اونها هم از قبال این سلطنت می خوردن و در نتیجه یک بولواری برای طرفداران خمینی باز شده بود که به محض اینکه پایه های سلطنت شروع به لرزش کرد، اینها از این امکاناتی که در اختیار اون جناح‌های حاکمیت روحانیت گذاشته شده بود، این بخش از روحانیت با استفاده از اتوریته‌ای که خمینی داشت و یادش بخیر رفیق بزرگ ما بیژن جزنی در اون جزوه معروفش مارکسیسم انقلابی، مارکسیسم اسلامی، خیلی خوب به این اشاره کرده بود و مطرح کرده بود که به محض اینکه یک فضایی باز بشه، اگر مسند رهبری توسط نیروهای چپ قبضه نشده باشه و هژمونی جنبش دست نیروهای چپ نباشه، این نه نیروهای ملی که در حال اضمحلال بودند و سیاست صبر انتظار رو در پیش گرفته بودند، بلکه نیروهای طرفدار خمینی هستند که با توجه به سابقه ای که این در جنبش 15 خرداد و به خاطر مواضع تند ضد دیکتاتوریش گرفته بود و محبوبیت بی سابقه ای که در اونجا داشت، اون هست که به میدان خواهد اومد و در واقع رهبری رو به دست خواهد گرفت. پیش بینی داهیانه ای بود که رفیق ما در سال 52 اینو کرده بود، موقعی که هیچ کس اصلا بهایی به این وزن مذهب، وضعیت روحانیت و این کاستی که خمینی نمایندگیش رو به عهده گرفت نمی‌کرد. واقعیتش که نیروهای چپ به شدت ضربه خورده بودند، سازمان فداییان تقریبا نیمه متلاشی بود، کادرهای اصلیش از بین رفته بودند و به خصوص ضربه مهرآباد جنوبی بقایای کادرهای اصلی رو که از اول جنبش درش بودند و دور حمید اشرف و تربیت شده اون بودند همراه با خود رفیق بزرگ ما حمید اشرف از بین رفتند و سازمان فدایی حتی وقتی که درهای زندانها باز شد در موقعیتی نبود که رهبری این رو به لحاظ تئوریک بتونه در دست بگیره و به خصوص گرایشی درش ایجاد شده بود که متأثر از سیاست های حزب توده بود که بعدش دیدید غلبه و سلطه این نظریات قبل از انقلاب و درست قبل از انقلاب و بلافاصله بعد از انقلاب نقش بسیار مهمی رو در شکست انقلاب بازی کردند و در واقع دست روحانیت رو باز گذاشتن که به قلع و قمع مخالفان بپردازه و شکاف و انشابی که ایجاد کردند در جنبش چپ در محکم شدن پایه های جمهوری اسلامی و شکست قطعی انقلاب به هیچ وجه نباید اون رو دست کم گرفت. به هر رو عدم آمادگی نیروهای چپ و هیچ نیروی انقلابی دیگه‌ای در مقطع پیش از به اصطلاح انقلاب و این بولواری که باز شده بود برای خمینی و اون سیاست همه با همی که اینها در پیش گرفته بودند و با شعارهای عوام فریبانه‌ای که خمینی میداد و اون شعار معروف بحث بعد از مرگ شاه رو که راه انداخته بودند، در واقع مسئله اینجا بود که فقط و فقط اونها بودند که رهبری عملی جنبش رو به دست گرفته بودند و مانع از این میشدند که شکافهای طبقاتی، شکافهای سیاسی، برنامه سیاسی که وجود داره در بین نیروها این خودش رو نشون بده. همین مسئله باعث شد که سرکردگی روح الله خمینی بلا منازع بشه و غفلت نیروهای چپ و انقلابی از اینکه به این به مقابله بپردازن و اون رو به چالش بگیرن و یک گرایش دیگه رو در مقابل سازماندهی بکنن، طبیعتا در شکست جنبش نقش داره. باید گفت که در اون موقع طبقه کارگر ما از یک دوره مساف بزرگ مبارزات مطالباتی و سیاسی در قبال علیه سلطنت و جنبش سلطنتی بیرون نمی اومد و فاقد تجربه سیاسی لازم بود برای اینکه بتونه مهر خودش رو بزنه و دیدیم هم که از بین اقشار و طبقات زحمتکش در ایران طبقه کارگر دیرتر از بقیه به میدان اومد، ولی وقتی به میدان اومد به خاطر نقشی که در تولید داره، به خصوص نقشی که در صنعت نفت ایفا میکرد، دیدیم که ضربه کاری رو اونها زدن و نقش اساسی و تعیین کننده و محوری طبقه کارگر رو به خوبی نشون دادن. اما این فرصت کوتاهی بود برای اینکه اینا به آگاهی سیاسی کافی دست پیدا بکنن و دیدیم که قدرت به دست اومده رو دو دستی تقدیم کردن به رژیمی که از خمینی هم نسب میگرفت هم توسط اون رهبری میشد. ناآمادگی طبقه کارگر و نیروهایی که خودشون رو منتسب به طبقه کارگر میدونستند و به واقع هم برای طبقه کارگر کار میکردن باعث شد که در واقع انقلاب ایران شکست بخوره. در این میان یک نقش فرعی اما نه چندان بی اهمیت هم مسئله دخالت نیروهای
امپریالیستی بازی کرد، به این معنا اینکه وقتی که نیروها وارد میدان شدند روشن شد که رژیم شاه قادر نیست این بار برخلاف 28 مرداد، برخلاف 15 خرداد از پس این جنبش توده‌ای بر بیاد، و قدرت‌های غربی قبل از همه هم فرانسوی‌ها به این نتیجه رسیدند که شاه دیگه رفتنیه و موندنش منافع امپریالیستا رو تأمین نمی‌کنه، اونها هم در حراس از نیروهای چپ، در حراس از اینکه مبادا نیروهای واقعا انقلابی و طرفدار عدالت اجتماعی و ضد امپریالیست، ضد آمریکا، ضد دخالت‌های اونها، ضد استعمار به طور واقعی این مسند رهبری رو بگیرن، با تمام قوا دستگاه تبلیغاتی خودشون رو در حمایت از خمینی به راه انداختن، مثل این کاری که الان نه به اون وسعت هنوز ولی ما به یک معنا یک کپی ضعیفی ازش رو در رابطه با سلطنت پهلوی الان در همین مقطعی که ما با هم صحبت میکنیم داریم میبینیم که چطور رسانه‌های بین‌المللی وابسته به نیروهای امپریالیستی دارن با تمام قوا سعی میکنن که آلترناتیو رضا پهلوی یا به قول ما نیم پهلوی رو، حتی بعضی بهش میگن ربع پهلوی به خاطر موازی که این اواخر گرفته، از جمله سکوتش در قبال کشته شدن قاسم سلیمانی، اونها دارن همون نقش رو بازی میکنن که اون بار با قدرت بسیار زیادی کردن. من یادمه که یکی از فعالین جنبش کمونیستی این آرشیو این مصاحبه اون موقع نگاه کرده بود، میگفت در فاصله ای که اینها در گوادلوپ تصمیم گرفتن که برن و به این نتیجه رسیدن که واقعا شاه رفتنیه و اینا نمیتونن دیگه ازش دفاع بکنن، چون تا اون لحظه با تمام قوا ازش دفاع کرده بودن. جیمی کارتر بارها و بارها گفته بود که شاه دوست اونهاست، رژیم ایران دوست و متحد پیگیر و یکی از نیروهای اصلی منطقه در ارتباط با آمریکا هست و از این رو حرفا، ولی بعدش در اونجا متوجه شدن که نه، این جنبش واقعا داره میره که سرنگون بکنه و درش نیروهای چپ نیروهای چپ هم بسیار فعال هستن. از این زاویه با تمام قوا خودشون انداختن پشت این رهبری امام خمینی، هویزر رو فرستادن در ایران مذاکره کرد و غیره که همه رو میدونیم. میگم اینا دیگه واقعا خیلی داره تکراری میشه، ولی اهمیت داره که این رو گفت. وقتی اینها حمایت از خمینی رو سر لوحه کار خودشون کردن که به کلی از شاه ناامید شده بودن و به کلی متقاعد شده بودن که این جنبش نیرومندتر از اونی هست که دستگاه ساواک و ارتش شاهنشاهی بتونه جلوی اون بایسته، و این تاثیر گذاشت. و میگم یکی از دوستانی که آرشیوار نگاه کرده بود میگفت اون موقع بی بی سی نزدیک به 400 مصاحبه و گفتار از خمینی رو پخش کرد، یعنی با چنان قدرتی اینها اومدن به میدان و چنان قدرتی این رو مطرح کردن که دیگه نه تنها سرکردگی خمینی تثبیت شد، بلکه اون رو هم به رسمیت شناختن و هم اون رو خواستن که بقبولونن به بقیه که همگان باید این رو به رسمیت بشناسن. و میگم اون موقع وارد مذاکره هم بودن، قرار نبود که قیام هم بشه. ببینید قیام بهمن هم که بدون دخالت نیروهای طرفدار خمینی آغاز شد و نیروهای به خصوص فدایی درش نقش تعیین کننده ای رو داشتن، دیدیم که کمر ارتش رو شکست و قدرت جنبش توده‌ای رو نشون داد. اما در همون حال از اونجایی که آگاهی سیاسی، رهبری سیاسی در دست خمینی اینها بود، با وجودی که نیروهای طرفدار خمینی درش نبودند، نتیجه انقلاب به حساب خمینی ریخته شد و اون بیشترین استفاده رو کرد و مذاکراتش با هویزر رو با کمال قدرت به نفع خودش تمام کرد و در واقع به مذاکرات خاتمه دادن. یعنی قیام انقلابی که نیروهای چپ و پیشرو در اشتغالات مستقیم و فعال داشتن و کمر ارتش شاه رو شکست، گارد شاهنشاهی رو از بین برد، به دلیل اینکه رهبری سیاسی در دست خمینی و دار دستش بود به حساب اونها ریخته شد. و این درس بسیار مهمی هست که حرکاتی که میشه، اقداماتی که انجام میگیره، جنبشایی که به میان میان و حالت انفجاری هم دارن، در موقع زمانگیریش و غیرش خیلی خیلی ما باید حساس باشیم و از این انقلاب بهمن ما درس بگیریم. الان 41 سال که به قبل نگاه میکنید، آیا پشیمان هستید از شرکت در اون انقلاب یا کماکان اگه برمیگشتید به 41 سال پیش باز هم توی انقلاب شرکت میکردید، منتها با رویکردهایی مثلا اثباتی تر برای جلوگیری از فعال مایشی جریان روحانیت به رهبری خمینی و با تاکید روی افشای ارتجاع اسلامی و غیره؟ چون
بخشی از اپوزیسیون راست به ویژه سلطنت طلبان در تمام طول این سالها یک گفتمانی را دارن تبلیغ میکنن، پمپاژ میکنن تحت عنوان که چه بودیم، چه شدیم، عجب اشتباهی کردیم، انقلاب کردیم. در سال 96 هم مثلا تو برخی حرکت ها شعارهای متناسب با این گفتمان اینجا و اونجا شنیده شد، هرچند خوشبختانه در خیزش آبان و همچنین در خیزش دیمای 98 ما این رو ندیدیم. عکسش رو هم دیدیم، مرزبندی به ویژه دانشیان با این جریان اپوزیسیون راست طرفدار سلطنت و حکومت موروسی. ولی به هر حال مثلا رسانه ها ابر رسانه هایی هم هستند مثل به قول معروف صدای آمریکا و بی بی سی و من نمیدونم ایران اینترنشنال و منتو، به ویژه تلویزیون منتو که اصلا یه بخش داره به نام گزارشگران که گزارش های شهروند خبرنگاران رو منعکس میکنه که اونا ملت میان اونجا میگن عجب اشتباهی کردیم، انقلاب کردیم. و یک برنامه هم داره به نام تونل زمان که یک تصویر بهشتگونه از دوره شاه و حکومت 50 ساله خاندان پهلوی ارائه میده که مثلا انگار مردم با اون انقلاب با دست خودشون از اوج رفاه و آسایش و آزادی و به خوشی دلشون زده بوده وارد جهنم شده. درست؟ شما رفیق لیلا در ارتباط با نقد این گفتمان، اول اینکه آیا پشیمان هستید یا نیستید، و اینکه در برای توده هایی که تحت تاثیر این گفتمان قرار گرفتن شما چه استدلال هایی میتونید ارائه بکنید در راستای روشنگری؟ حالا اینو بگم که وقتی ما میگیم که از انقلاب حرف میزنیم، انقلاب چیزی نیست که کسی به اراده خودش بخواد تصمیم میگیره امروز انقلاب میشود فردا انقلاب نمیشود، حالا میخوایم انقلاب بکنیم ولی دو ما دیگه نمیخوایم انقلاب بکنیم. اینا یه مقداری مبتذل کردن بحثاییه که به خصوص از جانب این جماعت هایی که بخشیاشو شما گفتین این بحثا میشه. ولی به هر حال اگر که ما بخوایم بحث رو به شکل جدیش بخوایم پیش ببریم، من شخصا هیچ پشیمونی از شرکت در انقلاب ندارم و فکر نمی کنم که حتی مردمی که امروز علارغم فشارها و سرکوب‌هایی که تو ایران هست در اعتراضات شرکت میکنن، چرا شرکت میکنن؟ ناچارن شرکت کنن. برای ما هم همین بود، ناچاری شرکت کنی برای اینکه میخوای زندگی کنی، ناچاری اعتراض کنی برای اینکه باید راه پیشرفتت در زندگی رو باز کرده باشی، ناچاری یه خواستهایی رو داشته باشی برای اینکه به سهم خودت به عنوان یه شهروند در جامعه خودت رو برای یه نقشهایی برای یه کارهایی آماده کردی، جامعه بهت اجازه نمیده اون کارا رو بکنی، ناچاری برای اینکه از بدیهی ترین حقوق آدم‌ها در جامعه محروم هستی. بنابراین من شخصا اگر که امروز هم شرایط انقلابی باشه، همین امروز هم هستم و فکر میکنم، و به این دلیل که فکر میکنم اون چیزی که من بهش میکنم ناشی از عقیده داشتم و یا اعتقاد داشتم به یک تغییر و تحولات بنیادی در جامعه است که در پی این تغییر و تحولات من هستم. من شخص من به عنوان کسی که زندگیش رو تو این چیزا گذاشته دنبال میکنی برای اینکه ببینی از کجای اتفاقاتی که داره میفته یه قدم دیگه باید به اون تحولاتی که فکر میکنی نزدیکتر بشی. بنابراین بحث بر سر اینه که یک، اگر شرایطش باشه همین امروز هم باید انقلاب کرد، این یک. دوم اینکه انقلاب چیزی نیست که به اراده کسی اتفاق بیفته، اینو به خصوص یه دوره اصلاح طلبان و حتی خود سلطنت طلبان خیلی اینو تو بحث میکردن راجبش، و گویا اینکه یه عده چپ اومدن به اصطلاح رادیکال کردن فضا رو و این تبدیل شد به یه موقعیتی که از دست کنترلش از دست در رفت و یه عده آخوند و مذهبی و اسلامی و فلان اومدن گرفتن دست خودشون. این یه درک بسیار ساده و سطحی از انقلاب هست. بنابراین علت این که انقلاب میشه در درجه اول به این مربوط هست که اتفاقی در جامعه میفته که زیست اجتماعی و اقتصادی جامعه غیر ممکن میشه بر اون روالی که تا قبلش وجود داشته. شاید در فجایعی که تو این سالها در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده از همون 20-30 سال پیشش هم لازم بود که انقلاب میشد، ولی باید این فضا به جایی رسیده باشه که زیست اقتصادی و اجتماعی و طبیعی جامعه دیگه غیر ممکن بشه و در اون صورت شرایطی به وجود میاد که دیگه به اراده کسی مربوط نیست. و اینکه شما چقدر آمادگی داشته باشین که در این شرایط نقش خودتون رو بازی بکنید، این امکان رو میده که بتونید از شرایطی که به وجود اومده به اصطلاح برای پیشبرد خواستهای خودتون استفاده بکنید. در دورانی که ما ازش حرف میزنیم، بله بحران اقتصادی بود،
استبداد بود، فضای باز سیاسی وجود نداشت، حق تشکل وجود نداشت. انسیتو بوته تجمعی که به اصطلاح توی سال 56 شکل گرفت، چرا سرکوبش میکرد؟ چرا اونم تحمل نمیکرد؟ من سرکوب شد دیگه، اونم در روز آخرش تبدیل شد به سرکوب و تجمع تحصیلی که توی دانشگاه صنعتی آریامهر رو موقع اتفاق داد. و این تازه اون دوره بود که اعتراضات شده بود و یه جورایی از یه جاهایی هم شروع کرده بودن زیر فشار حقوق بشری کارتر به اصطلاح فضا رو یه ذره شلتر کرده باشن. و همونطور که فریبا هم گفت، حتی دانشجوها حق تشکلشون نداشتن، کارگرها حق تشکل نداشتن، مگر اینکه این تشکلها زرد می بود، در خدمت دولت می بود. اگر کتابی درباره تاریخ رنسانس، تاریخ انقلاب صنعتی میخواستی بخونی، اون چیزایی که اینجا تو اروپا جزو کتابهای درسی مدارس هست، اون این کتابا رو اگه میخواستی بخونی باید پیر زندان رفتن به تنت میمالیدی. خب اینا رو که اینا رو همه مردمی که تو اون جامعه بودن میدیدن و اینا همون چیزایی بود که فضا رو میبست و بالاخره تو اونجایی که به این تناقضات رو شد و زیست جامعه به خطر افتاد، باعث شد که انقلابی صورت بگیره علیه اون سیستمی که فکر میکرد که 2500 سال نشسته سفت و سخت و الان دیگه به هیچ وجه قابل تکون دادن نیست. یکی دیگه گفتین که تصویری بهشتگونه از ایران میدن. من اینجا میخوام یه مقدار راجع به این صحبت بکنم که ببخشید، قبل از اینکه بگین، گفتین که اگر به اون دوره بخوایم برگردین چه چیزهایی رو مثلا در نگاهتون تغییر خواهد کرد. من فکر میکنم در نگاهم به مذهب قطعا تغییر اتفاق خواهد افتاد و اینو فکر میکنم نه به این دلیل که سن و سال هم الان بالاتر هست و یه مقداری بیشتر میدونم. فکر میکنم نقشی که ما در این دوره از سنت اسلامی در ایران و به خصوص در منطقه خاورمیانه کلن دیدیم، تصویری رو از نقش این سنت در عرصه سیاست، در سپهر سیاسی جامعه نشون داده که این نقش، این سنت در به اصطلاح رول خودش رو دیگه ایفا کرده. و این که ما سنت اسلام رو در حیطه سیاست چی میبینیم یه چیزه، اونی که به عنوان اعتقادات شخصی آدم ها میبینیم یه چیز دیگه است. اعتقادات شخصی آدم ها هر چقدر دلشون میخواد میتونن برن مسجد، میتونن برن سفره ابوالفضل و بی بی سه شنبه بندازن، ولی اون مربوط به امر خصوصی آدم هاست. ولی اونجایی که مربوط به نقش مذهب در جامعه و نقش نهادهای مذهبی در جامعه، رابطه ای که این نهادها با حوزه اقتصاد در جامعه دارن، اینا به نظر من اون چیزاییست که تماما مهم میشه و یه مقداری از نئیو بودن و ساده بودن نیروی اپوزیسیون و به خصوص چپ در اون دوره رو به نظر من ما اینو باید به رسمیت بشناسیم که اینا رو نمیدیدیم. ولی در این حال میخوام یک نکته دیگر رو هم در اینجا بگم که مذهبی هایی هم که میشناختیم مذهبی های متنوعی بودن. اینجوری نبود که همه حزب اللهی هایی بودن که پولت میچسبوندن به پیشونی زنا، اینطوری نبود اون موقع. بالاخره تو اون مذهبی ها آدم های روشنفکری بودن که یه جور دیگه فکر میکردن ولی مذهبی بودن. بنابراین بین اینا هم حتی باید فرق گذاشت. ما با یه بخش ویژه از اون مذهبیت و اون سنت مذهبی مواجه هستیم، اون سنتی که قدرت به دست خودش گرفت و تضمین داد به این که من آلترناتیو خوبی هستم برای هدایت جامعه ایران در فضای جنگ سرد و در جایی که در کنار دستش هم افغانستان شوروی اومده تانک و توپش رو برده تو خیابونا پهن کرده. این یک نکته در مورد مذهب و اینکه در این رابطه طبعا باید تغییری صورت بگیره و فکر میکنم هر کدوم از ما اگه میخواستیم به اون دور برگردیم یه جور دیگه به مسئله نگاه میکنیم. اما در مورد برخورد به سلطنت طلبها و اون چیزایی که گفتین که این بحثایی که من میندازن که ما چی بودیم چی شدیم، به نظر من چند تا چیز مهمه. یکی این که اولا ما در تمام این سالها علارغم حجم زیادی از تحلیل‌ها و بحث‌هایی که در رابطه با انقلاب، دلایل شکستش و نیروهایی که درش بودن، از همه سنت‌ها و جریان‌ها دیدیم، ولی من از جانب سنت سلطنت طلبی بحث سیاسی جدی نمی‌بینم. یعنی فکر می‌کنم اگر که بجز اون تیکه موروثی بودن که به اینا اینقدر حق داده، هیچ چیز دیگه‌ای تو این داستان نیست. و اگر که اینجا رو بخوایم نگاه بکنیم، اون وقت من نمیتونم بفهمم کسی که خودش رو انقدر با سنت و مدرنیته جامعه پیشا مدرن رو نفی میکنه و مردم عادی جامعه رو تحقیر میکنه به خاطر اعتقاداتشون یا مذهبی بودنشون، کسایی که این کارو میکنن چرا مدرنیسمشون فراتر از موروثی بودن حکومت نمیره؟ این چه فرق این حکومت با حکومت ولایت فقیه چیه؟
من فکر میکنم هر کسی که بخواد از اینجا حرف بزنه تو چارچوب سنت دموکراتیک اگه بخوام ازش حرف بزنیم، اینو باید بتونن توضیح بدن چرا باید جامعه بعد از 40 سال ولایت فقیه، 50 سال ولی عهدی و سلطنتی دوباره برگرده به همونجا. اگر شما به مدرنیسم اعتقاد دارین، من تازه با حرف من راجع به مدرنیسم طبعا با اون چیزی که اونا میگن راجع به مدرنیسم یکی نیست، ولی فکر میکنم حتی در همین چارچوب هم جوابی برای این حرف ندارن. این یک نکته. نکته دوم اینه که اگر که بعضی وقتا میگن که اگه به شاه امکان داده میشد میتونست وضع تغییر کنه دیگه، اون وقت حرف من اینه میگم که شاه که قدرت داشت، یا نمیتونست یا نمیخواست. بنابراین اگه کسی باید به این سوال جواب بده خود سلطنت طلبا هستن. چرا شاه نمیتونست و نمیخواست یه کاری بکنه که انقلاب نشه و جامعه به اصطلاح آرامشی بگیره و مردم به خواستاشون برسن؟ چرا این امکان نداشت؟ این سوالی است که سلطنت طلبان امروز باید جواب بدن. نکته دیگه این که ما با یه پدیده مواجه هستیم که یه بخشش اون مسئله سلطنت و وراثت و ارث و میراثیه، یه بخش دیگه شونه که ما با یه پدیده مواجه هستیم که یه فردی میاد جلو صحنه وای میسه، خودشو محق میدونه که نماینده مردم باشه و از به نمایندگی از مردم بره به ترامپ بگه که برید اونا رو بجنگین، یه کاری بکنین که اینا برن. چی به شما این نمایندگی رو داد؟ این نمایندگی رو از کجا؟ اگر که شما واقعا در صحنه سیاست آدمای جدی هستید، حزبتون رو بسازید، برنامه‌تون رو بدین، بگین برنامه اقتصادیتون چیه، بگین برنامه سیاسیتون چیه، بگین چارچوب ارزش‌های اجتماعیتون چیه، بگین آزادی‌های مدنی و آزادی‌های سیاسی تو جامعه چطوری قرار متحقق بشه تا بشه بر اساس اینا قضاوتتون کرد. اگه برین فیلم از آثار تاریخی بگیرین و از کاخ‌های پادشاه‌ها که چیزی نگو، ما میریم فیلم می‌گیریم میاریم از حتیرآباد احوار از خاک سفید تهران نشونتون میدیم، چی میگین اون وقت؟ بله اگر جملتون تمام شده، آره جملتون رو تمام کن. بله من یه نکته دیگه هم تو همینجا میخوام بگم، اینم اینه که تو این دو چند ماه اخیر در رابطه با تظاهرات هایی که شده در حمایت از اعتراضات داخل ایران شنیدم و دیدم که جاهای بحث های صورت گرفته درگیر شدن با سلطنت طلبا که میان فضا رو در اختیار خودشون بگیرن. به نظر من راستش این نگرانی رو دارم که چپ ساده انگارانه برخورد کنه به این قضايا. ما میریم توی کانتکست دموکراسی و میخوایم از زاویه حقوق دموکراتیک و اینکه همه آدما حق دارن نظرشون رو بگن با اینا برخورد بکنیم. بس اصلا این نیست. بس با جریان سلطنت طلب و توی کسی که میاد مخل نظم میشه، مخل تظاهرات میشه، بر سر دموکراسی و حقوق دموکراتیک نیست. اولا تا اونجایی که به این سنت در هیته بزرگش و سنت مادر مربوط میشه، من از اون جایی که مثل خیلی های دیگه در چند مثل خود شما در این معتقدم که آزادی سیاسی بدون قید و شرط باشه، معتقدم هر کدومشون میخوان باید امکان پیدا کنن بیان نظراتشون رو بگن، ولی بیان نظراتشون رو به طور جدی بگن و در معرض قضاوت قرار بدن. نمیتونید برید فقط با تو جلسات مخفی برنامه بشینید که چجوری قراره برگردید، بعد بیاین هی فیلم بذارید از اینکه بهشت بود بقیه نمیدونن اینا رو، بعد وقتی تظاهرات هم به هم بزنید برای که تجمعی که جمع شده در حمایت از مردم به اسم خودتون تموم کنید. اینا هیچ کدومش قابل پذیرش نیست، قابل قبول کردن نیست. و به نظر من چپ در اون جایی که با اینا برخورد میکنه باید اون جاییش که بحث سنت مادر هست، یک در اون جایی که مسئولیت دارن در مقابل جنایت ها و سرکوب ها باید پاسخگو باشن، بعد بیان از آزادی سیاسیشون استفاده بکنن. اونجایی که مخرب پیشورد به اصطلاح مخل پیشورد اعتراضاتی هستن که از جانب بقیه داره در حمایت از اعتراضات صورت میگیره، به پلیس تحویل داده بشن یا برخورد جدیتری بهشون بشه. نباید رفت توی این خامی و ساده انگاری که گویا چون قرار است همه حق آزادی بیان داشته باشن اینا بیان حرف بزنن. اینا هم اونایی که حق آزادی بیان رو از همه ما گرفته بودن. البته خب این آزادی بی قید شرط اندیشه بیان تشکل از به اصطلاح از مونارشی تا آنارشی تو جامعه مطرح هست. این به این معنا نیست که اگر یک نیرویی، یک آلترناتیوی، یک حزبی تظاهراتی میذاره، مراسمی میذاره، برنامه‌ای میذاره، باید به همه تریبون بذاره تا اثبات کنه طرفدار آزادی. آزادی یعنی هر جریان آلترناتیوی، بدیلی، حزبی، نیرویی بره مستقلاً آرا و نظریات خودش رو تو جامعه مطرح بکنه. ولی اینا ما این داستان هایجک کردن تظاهرات هایی که عمدتا توسط نیروهای چپ آزادی خواه و برابری طلب تو خارج سازماندهی میشه، اینا با پرچم های شیر خورشید نشانشون
میان و سعی میکنن که چیه این تظاهرات ها را تحت شعار قرار بدن، هایجک کنن، فیلم بگیرن تا جریان خودشون رو، آلترناتیو سلطنت رو، طرفدار حکومت موروسی رو قوی جلوه بدن. وگرنه در این که سلطنت طلبا، مجاهدین، اصلا هر نیروی سیاسی تو جامعه باید آزادی تعصب و فعالیت داشته باشن که شکی نداریم. ولی خب دقیقا همین بود که به جای اینکه اونجا باشون اینجوری درگیر بشیم، باید ازشون خواست که یا بحث‌های جدی مکتوبتون رو بیارین نشون بدین، یا حزبتون رو تشکیل بدین، برنامه‌هاتون رو بذارین جلو صحنه که قابل قضاوت کردن باشه، یا بیاین از تریبون‌هایی که هست استفاده کنین و به طور جدی حرفاتون رو بزنین تا جوابتون داده بشه. بله. هست دیگه، یه بخشی از متأسفانه چند کوچک از چپ تحت عنوان همون داستان اشتباهی بزرگ انقلاب 57 همه با هم برای سرنگونی رو تحت عنوان که جنبش برای سرنگونی عملا داره کمک میکنه به ابراز وجود این سلطنت طلبا و اساسا مرزهای طبقاتی میان این دو نیروی کاملا متفاوت اپوزیسیون رو در هم میریزه که نقدای زیادم تو این رابطه صورت گرفته. حتی تو جنبش دانشجویی 16 آذر در داخل کشور ما دیدیم نقدهایی بر این بخش از چپ انجام شد. خب رفیق فریبا ثابت، دیدگاه شما رو هم میشنویم در رابطه با همین گفتمان چه بودیم چه شدیم. آیا شما اگر 41 سال به عقب برگردید باز هم توی انقلاب شرکت میکنید و چه رو کردی شرکت میکنید؟ بگوشید. بسیار خوب. البته خیلی بحث زیاد باز شد، شاخه های زیادی گرفت. من سعی میکنم که برگردم سر جای اول. ببینید اصلا این یک بحث به نظر من محلی از اعراب اصلا حتی نداره، به خاطر اینکه همینطور که لیلا هم گفت، انقلاب یک جبر تاریخیه. یک سری انسان هایی نیستن که تصمیم میگیرن امروز انقلاب بکنن یا نکنن. اگر اینجوری بود که خیلی خیلی خوب، خیلی خوبتر پیش میرفت. یعنی من الان تصمیم میگرفتم که انقلاب بکنم. و یکی این که انقلاب مثل هر پدیده اجتماعی در بستر یک تضادهایی که در واقع آنتاگونیست میشه به وجود میاد. بنابراین ما باید ببینیم بر چه بستری این انقلاب رخ داد. یعنی هر پدیده در یک زمان و مکان مشخصی اتفاق میفته که حتی همین ممکنه خیلی شدیدتر در یک مکان و مکان دیگر اتفاق نیفته. ما همین خیلی عقب نریم، همین با انقلابات بهار عربی که روبرو هستیم، ببینید در تونس مدت ها بود که داشت تظاهرات میشد، ولی یک نفر که خودش آتش زد یک بار یک شعله ایجاد شد. بنابراین با پدیده ها به شکل کاریکاتور نمیشه برخورد کرد. یعنی اینکه هر پدیده معینی در یک زمان مشخص و در یک مکان مشخصی اتفاق میفته. آدم ها هم یک جزی از این پدیده هستن، یعنی تعیین کننده نیستن. در واقع خیلی اگه بخوایم خلاصش کنیم، شاید همون جمله معروفی که وقتی که دیگه بالایی ها نمیتونن حکومت بکنن، پایینی ها نمیخوان که بالایی ها بهشون حکومت بکنه، یعنی پایینی ها نمیخوان هست. به این دلیل من برمیگردم کمی به بستری که این انقلاب اتفاق افتاد. این انقلاب بستر اقتصادی داشت، فرهنگی داشت، اجتماعی داشت. یعنی همینطوری که گفتم بعد از یک دوره رشد، دوره اتفاق افتاد که حاشیه‌نشین ها ایجاد شدن، اطراف شهرها ایجاد شدن، تضاد بین به قول معروف تضاد در جامعه بین اونایی که بر اصل پول نفت به جایی رسیده بودن و اونایی که به قول معروف حاشیه‌نشینی شده بودن زیاد شده بود از لحاظ اقتصادی. بعد از یه دوره رشد تورم ایجاد شده بود از اول 56. این از لحاظ اقتصادی. اگر شما دقت بکنین اون اول که تظاهرات بود، من نمیدونم شما در چه سنی بوده، حالا منم با سن کمم ولی بازم یادم میاد 23-24 سال، به بانک ها حمله میکردن، به مراکز. یعنی ما خیلی حافظه تاریخمون به نظر من ضعیف شده. به بانک ها حمله میکردن، به مراکز دولتی حمله میشد. یعنی هم سمبول خفقان سیاسی و هم ناتوانی اقتصادی، یعنی این دوتا با هم جمع شده بود، ناتوانی اقتصادی و سمبول خفقان سیاسی که قبلا هم اشاره کردم. حتی یک کتابی هم نمیتونستن بخونن، هیچ تشکیلات اجتماعی نبود، هیچ چیزی وجود نداشت و در یک کنتکست جهانی که فقط مثلا شاه میخواست که جاندارم منطقه باشه و تمام این پولی که از نفت به وجود میامد، فراموش نکنید که یک ارتش بسیار قوی درست کرد بود، ولی که میخواست توی منطقه خودشو پای خودشو کم بکنه. و بنابراین
و اینکه به هر حال در این زمین و بستر اجتماعی بود که انقلاب اتفاق افتاد. من و 4 نفر دیگه تصمیم نگرفتیم که بگیم که ما فردا میخوایم بریم انقلاب بکنیم، بنابراین آیا انقلاب بکنیم یا نکنیم، آیا خوبه که بکنیم یا نکنیم. و اگر در یک جمله خیلی ساده بخوایم به این مسئله برگردیم، یه خیلی ساده هست و شاید ساده انگارانه باشه ولی خودش خیلی مفهوم داره، اگر اون همه خوب بود، اگر هیچ تضادی در جامعه نبود، چرا این اتفاق افتاد؟ یعنی این سلطنت طلب ها آیا از خودشون هیچ وقت سوال میکنن که چرا این اتفاق افتاد؟ آیا اینکه ما 4 تا عکس که در جای خودش حتی حتما اهمیت داره، 4 تا عکس زن بی حجاب بذاریم بگیم که وای خیلی نوستالژی گذشته، چه مثلا یا 4 تا کاباره، این چیزی از عموم مردم جامعه کم میکرد؟ هرچند که به نظر من حجاب مسئله خیلی مهمه، من نمیخوام اینجا مسئله حجاب رو کم اهمیت بکنم. و این مسئله که اتفاق افتاده بود و واقعا خفقان سیاسی بسیار بسیار زیاد، من واقعا خودم شیراز بودم، جشنهای 2500 ساله نمیدونم شما یادتون میاد یا نه، یک مبلغ هنگفته بسیار هزینه بره بسیار زیادی برای این شیراز خرج کرده بودن و مثلا جشن هنر یا مثلا چیزای دیگه اتفاق افتاد، در این حال یک فضای پلیسی شدیدی که در اون مقطعی که جشن های 2500 ساله بود، من یادم هیچ کس جرئت نمیکرد با همسایش حرف بزنه و آدم هایی که مثلا تو خیابون را می رفتن جرأت نمی کردن حرف بزنن. بنابراین انقلاب بر یک بستر، بر سر یک جبر تاریخی و بر یک بستر عینی اتفاق افتاده که اتفاق افتاده. و اینکه حالا چرا این اتفاق افتاد و این نتونست به قول معروف حتی این مسئله که حتی مسئله لائیک بودن مسئله خیلی مهمی در جامعه ما بوده، جنبش روشنفکری ما به 2 تا مسئله هرگز اهمیت نداده و حتی چپهای ما زمینه داشته، یکی به مسئله زنان، یکی به مسئله لایسیته. ببینید ما در جامعه‌ای که وجود داشت، در جامعه‌ای که وجود داشت و مضاف علاوه بر این جامعه مذهبی بود. ببینید این که فقط ما چادر سرمون نمی کردیم که نشد، این که جامعه پیشرفت بود و مدرنیته داشت، ما حتی قانون خانوادهمون متأثر از طلاق مذهب شیعه بود، نگهداری بچه مذهب شیعه بود، مضافاً به این که این چهره به قول معروف اسلام سیاسی خشن رو بعضی از اسلامگیران رفرمیستای تو اسلام مثل دکتر شریعتی، بنی صدر و بعضا مجاهدین ملایم کرده بودن برای مردم جامعه. یعنی مردم جامعه در این حالی که وجود داشت این مذهب و میدیدن بهش بی اهمیت بودن. به قول معروف حتی چپهای ما مثلا جنبش چریکی ها هیچ وقت کسی اسلام سیاسی رو مطرح نکرده بود در جامعه، ولی این اسلام سیاسی در واقع وجود داشت بهش به قول معروف چون در مقابل مدرنیته بود، اینا به قول معروف به قول اینایی که مذهبی بودن میگفتن که مثلا جامعه رو علیه جامعه رو به قول معروف مردم رو علیه مدرنیت میذاشتن و این خودش یکی از کسای یکی از عامل مهمی بود که یه بخشی مخالف شاه بودن. یعنی در واقع یک بخشی از جامعه که مدرنیت رو به این شکل نمیخواستن و مذهبی بودن مخالف جامعه بودن، بازار مخالف جامعه بود و بنابراین این اتفاق افتاد. اتفاق این که اصلا بنابراین جلوش نمیشه بریم. برگردیم به این که آیا من این کار میکردم. من با اینکه در اون زمان خیلی سنم جوان بوده و شاید همون جوری که لیلا گفت به قول معروف مثل امروز فکر نمیکردم، فکر میکنم که اگر هم باز اتفاق انقلاب بشه باز من در اون شرکت خواهم کرد و یعنی هیچ پشیمانی ندارم، برای اینکه این دست من نبوده، یعنی به قول معروف یک اتفاق افتاده که ما کسانی که توش بودیم در واقع در همون حدی که میتوانستیم توش شرکت کردیم. یعنی اگه امروز هم به عقب برگردیم نمیتونیم بگیم که ما، ولی اینکه برگردیم به عقب چه کار میکردیم شاید من به نظرم یک کمی سخت باشه، برای که هر چیزی در موقعیت مکانی و زمانی خودش اهمیت داره و ما شاید نتونیم برگردیم به عقب بگیم که ما در موقع چه کار میکردیم، چون اگر میتونستیم همون موقع میکردیم. شرایطی که در اون زمان بود شرایطی بیشتر از این نبود، سازماندهی وجود نداشت، ما شعور انقلابی داشتیم ولی شعور انقلابی نداشتیم به مفهوم توهین نیست، یعنی ما شعوری که لازم هست برای که به قول معروف برای تداوم یک پدیده ای نداشتیم ولی شورشی بودیم. و به نظر من این که به هر حال نشون میده که بنابراین اون زمان هم گل و بلبل نبوده و ما به قول معروف از یک بستری که
توش بوده که در اومده، من به نظرم الان مردم کمتر از قبل مذهبی هستن، یعنی در واقع این زمینه همطور وجود داشته اومده، امروز مردم بیشتر از صد مذهب گذشتن. بنابراین اینکه به هر حال سلطنت طلبا یا کسانی که به قول معروف فکر میکنن که اون موقع بهتر بود، من دلیلشو نمیدونم، ولی فکر میکنم که در هر حال ما باید به قول معروف این راه برد و تو جامعه ببریم که انقلاب دست کسی نیست. همین الان هم ممکنه یه اتفاقی بیفته که نتیجهش خیلی بد باشه، ولی بازم کسی نمیتونه اونو کنترل بکنه. و بنابراین حرف به نظر من اصلاح طلب ها و سلطنت طلب ها هم هیچ موردی نداره. و در ضمن همونطور که لیلا گفت، ما باید قاطعانه صف خودمون رو جدا بکنیم. دموکراسی و اتحاد عمل در یک جاهای هیچ وقت به معنی انحلال و از فکر خود آدم گذشتن نیست. شاید این یکی از چیزهای خیلی مهمی باشه، دستاورده خیلی مهم باشه که ما دیگه تو این مدت به قول معروف بهش رسیده باشیم. رفیق بهروز فرهانی عزیز، پاسخ شما رو هم به همین پرسش میشنویم. خیلی سوال خوبیه این که الان یه عده راه افتادن میگن ما غلط کردیم، انقلاب کردیم، پشیمونیم که انقلاب کردیم و غیره. اولندش که از همه اینایی که اینا رو میگن یک بار یک سوالی باید کرد و گفت که لطفاً بفرمایید که شما موقع انقلاب چیکار میکردین؟ اولا واقعا طرفدار انقلاب بودین؟ یک. دو، آیا فعالانه در شرکت کردید از دور یا از نزدیک؟ دستی تکون دادید برای این انقلاب یا نه؟ جز اونهایی بودید که وایساده بودید که ببینید که تکلیف چی میشه و چون سنبه این طرف پرزور بود شما خودتون رو همجهت با اون آوردید. این سوال رو به نظر من از همه اینا باید کرد، چون بخشی از این روشن فکرا به خصوص که امروز خیلی راه افتادن و این حرفا رو میزنن، نقش چندانی در انقلابی را ایفا نکردن. من یک نمونه رو بهتون بگم، مثلا که خیلی زودتر از اینایی که امروز راه افتادن میگن غلط کردیم، اشتباه کردیم فلان، خانم هماناطق بود که دیگه بین ما نیست، که در یک از سخنرانیاش گفته بود غلط کردم، اشتباه کردم. خب خانم ناطق در انقلاب ایران مگه چه نقشی داشت؟ وجود یا عدم وجود هماناطق چه تأثیری در انقلاب ایران میذاشت؟ چیزی نزدیک به صفر چهار گوش. انقلاب رو روشنفکرای ایران نکردن، انقلاب رو توده مردم ایران کردن، توده های به جان به لب رسیده کردن. همه یادشون میره انگار که این انقلاب از خاک سفید شروع شد اولین حرکاتش و سر خانه هایی بود که شهرداری تهران اونها رو غیر مجاز میدونست و بولدوزرهای شهرداری رو فرستادن. قبلا هم بارها این کارا رو کرده بودن در مناطق دیگه، اما به لحاظ شرایط ویژه اجتماعی اقتصادی که اون موقع بود، این بار این یک جرقه ای رو زد و این مردم واکنش نشون دادن، نیروهای سیاسی هم درش دخالت کردن و این جنبش آرام آرام شروع شد. و یادمون نره که چندین ماه گذشت تا بعد از اینکه طرفدارای خمینی تونستن این مسند خالی رهبری رو پر بکنن. یعنی در اون موقعی که جنبش به صورت خود به خودی راه افتاده بود و انقلاب شروع شده بود، اساساً روشنفکران، نویسندگان و حتی سازمان انقلابی که اون موقع بودن، حتی مثل سازمان چریکای فدایی خلق که من خودم یکی از طرفداران سرسختش بودم و الان هم افتخار میکنم به اینکه جزو طیف فداییان خلق بودم در اون موقع، در پشت جبهه البته اونطوری که گفتم، اونها نقش تعیین کننده اصلا نداشتن در براه افتادن این انقلاب. اصلا انقلاب رو کسی راه نمیندازه. این انقلابی بود که توده های جان به لب براه افتادن و دیگه نمیتونستن که شرایط مثل سابق رو تحمل بکنن. دیگه زورگویی های ماموران شهرداری تحمل نمیکردن. زورگوهای ساواکی ها رو تحمل نمیکردن. خفقان رستاخیزی رو دیگه تحمل نمیکردن. و اینها هستن که به میدون اومدن. اونها هستن که موتور انقلاب بودن. انقلاب رو توده ها میکنن، روشن فکرا و غیره میتونن بهش جهت بدن، میتونن با آموزشی که از قبل شروع کردن سعی کرده باشن که در بخش آگاه اینها تاثیر گذاشته باشن، جهت های این رو تعیین بکنن. انقلاب بزرگ فرانسه، انقلاب کبیر فرانسه که دیگه همه روش متفق القول هستیم از چپ و از راست، مگه روشن فکرا شروع کردن؟ زنان گرسنه پاریسی گفتن ما نون نداریم، اومدن خیابون که اون ماری آنتوانت گفت خب نون ندارن شیرینی بخورن، یادمون هست دیگه. شعور سیاسی ماری آنتوانت تقریبا برابر با شعور سیاسی محمد رضا شاه بود که باور نمیکرد که مردم به راه افتادن، باید با هلیکوپتر میبردنش بالا و جمعیت میلیونی رو نشون میدادن تا حضرت آقای خودشیفته باور بکنه که این جنبش توده ای علیهش به راه افتاده. جنبش توده ای رو کسی به راه نانداخته بود. در انقلاب فرانسه تأثیراتی که جنبش روشنگری، تبلیغات روشنفکرهای انقلابی
گروه های مختلفش، از دانتون و مارا و روبسپیر تا ژیروندن ها و نیروهای راست و بورژواها و غیره و اینها، همه تاثیر گذاشته بودن. یک مخرج مشترک هم با هم دیگه داشتن و اون تیرز دتا به قول معروف خط طبقه سومی ها رو به راه انداختن. اون بحثایی که میبینیم جنبش توده انقلابی مردم فرانسه رو گرسنگان پاریسی را انداختن و این توده های کارگر و زحمتکش بودن که این جنبش رو به جلو بردن. به هیچ وجه روبسپیر اینا به راه ننداختن، اینا وارد این جنبش شدن و این نیروی هدایت کنندش رو گرفتن. در ایران هم همین اتفاق افتاد، توده مردم به راه افتاد، توده مردم به میدون اومد، پایه های رژیم سلطنتی رو به لرزه در آورد، چون نیروهای انقلابی آمادگی کافی نداشتند. و یکی از دلایلی که همونجوری که تو صحبت قبلی خودم گفتم علایل اصلیش هم ضربات سنگین همین رژیم سلطنتی به اونها بود، ما دیدیم که در واقع اینا خمینی و غیره این رو گرفتن و جلو آوردن و رفتن. کسی انقلاب رو به راه نینداخت تا الان بخواد بگه که من پشیمونم از اینکه این انقلاب رو کردم. نه، ما نکردیم، تو دای مردم کردن، در سطح زور خودشون همین رو به جلو بردن، یکی از بزرگترین دیکتاتوریای منطقه رو به زیر کشیدن، ارتش شاهنشاهی رو که یکی از گردن کلفت‌ترین نیروهای اون موقع بود خرد کردن، گارد شاهنشاهی رو به درک واصل کردن و این سیستم رو به زیر آوردن و سعی کردن که چیز دیگه رو به جاش بیارن. رژیم خمینی هم یک شبه نیرو خودشو مستقر نکرد، دو سال در واقع نبردهای خونین بود بین نیروهای پیشرو و اونها غلغم شدن، ولی بخش مهمی از نیروهایی که در انقلاب شرکت کرده بودن، به واقع شرکت کرده بودن و سعی کرده بودن به جهت بدن، سعی کردن که این رو به پیش هم ببرن و شکست خوردن. اون نیروهایی که به طور جدی درگیر شدن و بخش بزرگی از رفاه خودشون هم در این انجام دادن، الان پشیمون نیستن. این یک مسئله تاریخی است، توازن تاریخی طبقاتی معینی هست اون موقع که نقش نیروهای روشنفکری در براه انداختن و حتی هدایتش حداقل تا قیام بسیار ناچیز بود. بعدش بود که با فضای تنفسی که باز شد نیروها شکل گرفتن، سازماندهی کردن، که خب اشتباهات زیادی کردن و این جمهوری اسلامی تونست ازش استفاده بکنه و به خصوص انشعاب بزرگی که تفکر توده اکثریتی در بزرگترین سازمان چپ اون موقع که به قول معروف واقعا قابل مقایسه نبود، یعنی تمام گروه های چپ و کوچک بزرگ شما جمع می کردید یک دهم قدرت سازمان چریکای فدای خلق نمی شد. این شکاف و این انشعابی که این وسط اتفاق افتاد، این باعث شد که راه باز هم بازتر بشه و این بار برای استقرار رژیم جهنمی جمهوری اسلامی که دیگه اون موقع کاملا معلوم بود که خمینی تمام حرفای نخل شاتوی خودش رو کنار گذاشته، همه حرفای عوام فریبانش رو کنار گذاشته و ما داریم میریم به طرف یک رژیم مذهبی خونریز صفاک. یه جملات خمینی هم هست، یه قلم‌ها رو بشکنید، کردستان رو پاک کنید، ترکمن صحرا رو داغون کنید، روشنفکرا رو بندازید زندان، من در مقابل خدا شرمنده‌ام که چرا حمام خون راه ننداختم و غیره این حرفا. درست همون موقع بود که این انشعاب بزرگ تفکر توده اکثریتی، این تفکر ضد امپریالیستی عقب مونده اون موقع ملحوم از سوسیالیسم نوع روسی اتحاد جماهیر شوروی، این فاجعه رو در واقع بر ما آورد. و الا اصلا این که روشنفکر را الان بیان بگن من اشتباه کردم و غیره و اینا، اونایی که باید بگن ما اشتباه کردیم همین اتفاقا نمایندگان این تفکر توده اکثریتی هستن که باید بیان بگن اشتباه کردیم و به خودشون انتقاد کنن، ولی اونا انقلاب را ننداختن، اونا انقلاب به انحراف کشوندن. اون بخشیشو که متوجه شده بودن مقابل جمهوری اسلامی داشت با قاطعیت و شجاعت ایستادی میکرد، درش شکاف ایجاد کردن و راه رو صاف کردن برای ادامه استقرار جمهوری اسلامی و ادامهش که بعدم تیغش اونها رو گرفت. هیچ درک درستی از جمهوری اسلامی نداشتن، هیچ درک درستی از روحانیت نداشتن، خصلت بناپارتیستی این رژیم رو نفهمیده بودن. این توازن قوایی رو که ایجاد شده بود که امکان عبور از روحانیت رو به واقع فراهم کرد و واقعا مسند رهبری خالی مونده بود و ما اون شعور انقلابی رو نداشتیم که بتونیم این رو پیش ببریم، ولی در اون تصادم طبقاتی عظیمی که در ایران اتفاق افتاده بود، تعادلی که ایجاد شده بود که خمینی اینا بالاش قرار گرفتن و توی سر هر دو جناح زدن، هم بورژواها و هم در واقع فرودستان و طبقه کارگر در رأسش و جنبش‌های ملی و کاست خودش رو محکم کرد، اون چیزی که در ادبیات مارکسیستی ما بهش میگیم دولت‌های بناپارتیستی یا استثنایی، این به کلی از چشم این گروه به اصطلاح پنهان مونده بود و اون
الگوهای خشک راه رشد غیر سرمایه‌داری و اون مزخرفات دستگاه های تئوریک اتحاد شوروی بود که این شکاف ایجاد کرد. اونا باید به خودشون انتقاد بکنن، اونا باید بگن که ما اشتباه کردیم، ما غلط کردیم که از جمهوری اسلامی دفاع کردیم، ما رو باید ببخشن مردم ایران که الان به میدون اومدن. و اونها آره، اونا باید بگن که اشتباه کردیم، که این کارو کردیم، نه اینکه انقلاب کردن. اونا هم انقلاب نکردن، تکرار میکنن، انقلاب رو توده مردم کردن، توده مردم هم در سطح آگاهی که داشتن بیشتری زور خودشون زدن. ما تقصیر رو نباید رو گردن توده های مردم بندازیم، تقصیر از ما روشنفکرها بود که به اندازه کافی نتونستیم از اون فضا استفاده بکنیم و رهبری رو بگیریم، که البته در این تقصیری که میگم توی گیوم است، چون گفتم نقش قلعه غم رهبران و سرهای تئوریک جنبش ما و کادرهای باسابقه ما که توسط ساواک قلعه غم شده بودن بسیار بسیار در این خلأ تاثیر داشت. یک نمونه هم بخوام بدم، به جای تئوریسین ها و مردان انقلابی مثل بیژن جزنی و حمید اشرف، جرثومه‌ای مثل فرخ نگهدار رهبری سازمان فدایی را گرفت. شما اینو نگاه بکنید که اصلا چه شرایطی بود که آدمی مثل فرخ نگهدار بتونه جای رهبری کسانی مثل حمید اشرف و جزنی رو بگیره. خودتون متوجه میشین که به واقع نیروی فکری تدارکاتی ما اون موقع آماده نبود و نیروهای انقلابی هم که متوجه این شده بودن نتونستن در مقابل دسیسه های اینها اون مقاومت لازم رو بکنن و اشتباهات تاکتیکی و سازماندهی کم و بیش مهمی هم همه ما مرتکب شدیم به خاطر بیتوری در تجربه که داشتیم که این راه صاف شد. ولی ماها نباید به خودمون انتقاد بکنیم، ما رفقامون با تمام قوا جنگیدن، خودمون جنگیدیم. این که ما زنده موندیم دلیل بر این نیست که ما کاری نکردیم. هر حال مسیر حوادث جوری قرار گرفت که بخشی از ما تونستیم به تبعید بیایم و ادامه بدیم این حرکات، این مبارزه رو حداقل در سطح فکری و نظریش و درس آموزی بکنیم از این گذشته هامون. ما هیچ انتقادی نداریم که به خودمون بکنیم در اونجا، ما اشتباهی نکردیم، ما همراهی کردیم با توده های مردم، ما سعی کردیم که اونها رو به جلو ببریم. ما که میگم منظورم این طیفی که من خودم متعلق بهش میدونم و بخش بزرگی از رفقای ما، خواهران و برادران ما هم با جان خودشون در واقع این بهای این رو پرداختن. ما هیچ انتقادی به اون نداریم و اینهایی که الان دارن این رو مطرح میکنن فقط و فقط جاده صافکن تفکر سلطنتی هستن، جاده صافکن این بخش از بورژوازی هستن که به احیای سلطنت چشم دوخته. اون بخش انتقامجوی ساواکی های سابق، یک درصدی های اون موقع دوره شاه که در آتش انتقام از این مردم ایران دارن میسوزن که اگر برگردن، که البته به قول معروف میگن بوی کباب بلند شده خیلی شدید و اینها فکر میکنن که خبری هست، ولی باید دید که چه خبر هست. حتی در افغانستان هم سلطنت برنگشت، چه برسه به ایران که به لحاظ سطح اقتصادی اجتماعی در مرحله بالاتری از افغانستان 18 سال پیش قرار داره و فکر نمیکنم همش اتفاقی منحوسی در واقع بیفته. ولی اونهایی که این پشت این هستن و تبلیغات میکنن دقیقاً مثل خمینی اون دوره کسانی هستن که میخوان مانع از این بشن که بحث قرار صورت بگیره، برنامه در مقابل برنامه قرار بگیره، شعارهای راهبر راهبردی در مقابل شعارهای دیگه قرار بگیره و با یه همه با همی احمقانه‌ای که اون موقع ما رو دوچار خمینی کرد و این موقع میخوان ما رو دوچار رضا پهلوی و ترامپ و غیره اینها بکنن. اینهایی که الان دارن این مسئله اشتباه کردیم غلط کردیم غیره اینا میکنیم، فکر میکنن که با این تبلیغاتشون ساعت تاریخ رو به عقب برمیگردونن، چرخهای تاریخ رو به عقب برمیگردن. همچی اتفاقی نمیفته و خواهید دید که در مسافه طبقاتی که داره اتفاق میفته توده های کارگر، بخش آگاه جنبش کارگری و حقوق بگیران ایران، معلمان ایران، دانشجویان ایران، بخش های فعال جنبش کارگری ایران به هیچ وجه زیر بار اینجور تبلیغات نخواهند رفت. این بخش از جنبش کارگری ما، این بخش از جنبش چپ انقلابی ما، مبارزاتی ما که الان در جنبش مطالباتی هم چندین و چند ساله که با انواع ترفندهای رژیم آگاه شده، قابل مقایسه نیست با وضعیت اون موقع جنبش کارگری در مقطع قیام که غافلگیر شده بود. الان ما کادرهای جدیدی داریم که از توی این جنبش های اعتصابی بیرون اومدن، نیروهایی هستن که در مسافه با اونها بودن، اونها گوره این همه با همی غیره نمیخورن. اونها میگن نه، ما الان باید بدونیم که برنامه شما چیه،
آقای رضا پهلوی، وقتی از شما میپرسیم که برنامه اقتصادی چیه، شما میگید من پسر محمد رضا شاه و نوه رضا شاه هستم. این جواب ما نیست. وقتی از شما میپرسیم که نظر شما راجع به سیاست آینده ایران چیه، پاسخ میدید من پسر محمد رضا شاه هستم و نوه رضا شاه. این پاسخ ما نیست. وقتی ازش سوال میکنیم که رابطتون با قدرت‌های غربی چه خواهد بود و شما چه چیزی رو میخواهید مطرح بکنید در عوض این سیاست‌های ماجراجویانه رژیم جمهوری اسلامی، ایشون بازم پاسخ میدن من پسر محمد رضا شاه هستم و نوه رضا شاه. این پاسخ ما نیست. و فعالین کارگری، فعالین دانشجویی که شعاراشون هم داریم میبینیم دیگه، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، اینا همه پیامه، اینا همه صحبتایی است که نشون میده بازی در یک خلن نیست که بی بی سی و من و تو و نمیدونم اینجور روزنامه چیزا و رادیو فرد رادیو آمریکا و اینا بخوان یه سری تبلیغاتی رو بکنن و مثل اون موقع اون تاثیر اون موقع رو بذارن. نه، اوضاع واقعا فرق کرده و من خیلی خوشبین‌تر از اون هستم و باز تکرار میکنم این نیروها هستن که میخوان ما رو به توبه کردن بندازن که یک دوری بزنن برگردونن ما رو به اون موقع. ولی به قول معروف، به قول هگل، اگر اون موقع سلطنت پهلوی یک تراژدی بود، بازگشت این موقعش فقط یک کمدی و یک چیز خنده آوره و اتفاق نخواهد افتاد. البته جالبه دیگه، تناقضات فراوون. مثلا این اپوزیسیون راستی که همین حرفا رو میزنن، به ویژه سلطنت طلبان، مثلا از انقلاب مردم سوریه علیه دیکتاتوری بشار اسد حمایت میکردن، ولی خب دیدیم از دل اون انقلاب مثلا داعش و جبهه النصره و اینا در اومد. یعنی دقیقه همون حادثه‌ای که در انقلاب ایران رخ داد. یا مثلا اخیراً این خانم مجری صدا و سیما که گفته بود هر کس جمهوری اسلامی خوشش نمیاد بره از کشور، اینا باید یادآوری کرد که همین حرف رو محمد رضا پهلوی زد موقعی که حزب رستاخیز رو تشکیل داد، گفت هر کس نمیخواد عضو حزب رستاخیز بشه پاسپورتش رو بگیره بره. من مایلم از زاویه انقلاب و رفرم هم این مسئله رو نگاه بکنیم. این یادتون باشه در سال مثلا 41 این نهضت آزادی تازه تشکیل شده بود، بخشی از مصدقیهای مذهبی بودن، اینا رو گرفته بودن. بعد این مهدی بازرگان تو دادگاه، حالا علیرغم هر نقدی که بهش داریم، یه حرف جالب زد. اونا خب شعارشون این بود، اصلاحات آری، دیکتاتوری نه. یعنی طرفدار کاملا انقلاب سفید بودن، اصلاحات ارضی و فلان و اینا، ولی میگفتن استبداد سیاسی نباشه اونا. بعد در دفاعی خودش مهدی بازرگان گفت آقا جان، ما آخرین کسایی هستیم که داریم با این زبان با شما صحبت میکنیم. یعنی میگیم اصلاحات بکنید خیلی خوبه به شیوه مسالمت‌آمیز، ولی از استبداد دست بکشید. اگر حرف ما رو شما ما رو نمیتونید تحمل بکنید، اون وقت در این حال خب جنگ چریکی در آمریکای لاتین و یک سری انقلابات شروع شده بود، نسل بعدی ما به زبان قهرآمیز با شما پاسخ خواهند داد. و دیدیم بلا فاصله بعد از مدت کوتاهی هم سازمان چجای افتای خلق تشکیل شد، هم گروه های مسلح ماویست، هم سازمان مجاهدین خلق، اینا اومدن چیه این شدن. یعنی اینم هست رابطی به اصطلاح اصلاح و رفرم. یعنی شما مثلا من کارگر وقتی میرم تو کارخونه، اگر یک خاصی دارم ابتدا به ساکن که اعتصاب نمی کنم، میرم به کارفرمان به زبان خوش میگم آقا جان مثلا ایمنی کار ناجوره، یا دستمزد ما پایینه، یا وضع دستشویی بهداشت خراب و اینا. اگه کارفرما قبول نکرد، اون وقت کارگر وارد اعتصاب میشه و اعتصاب هم بکنه باز دید پاسخ نمیگیره، اون وقت وارد خیابان میشه. یعنی همیشه اینجوریه، مردم ابتدا به ساکن دوست ندارن که بیان انقلاب بکنن جلوی گلوله وایستن خوب کشته بشن. اگر به زبان خوش، ای کاش همه حکومت ها همه سیستم ها به زبان خوش حاضر بودن به آزادی و عدالت اجتماعی گردن بذارن، ولی واقعیت اینه که در غالب موارد این حادثه رخ نمیده. لاجرم همچنان که میبینیم از دیه 96 تا آبان 98 تا دیه 98 ما شاهد اوجگیری همین خیزش های انقلابی هستیم که از قضا فرصت طلبانه همین اپوزیسیون راستی که تا دیروز میگفت عصر انقلابات به پایان رسیده، داره خودشو همراهی میکنه و سعی میکنه سوار بشه همون کاری که خمینی 41 سال پیش کرد. خب من میرسم به پرسش آخر و اینه که این صحبت هم کردیم، نکات خیلی درستی هم لیلا هم فریبا گفت در ارتباط با اینکه درست اون انقلاب برای استقلال آزادی عدالت اجتماعی بود، ولی دوتا غایب بزرگ داشت دیگه، یکی فمینیسم بود یکی سکولاریسم بود. یعنی شعارهای سکولاریستی و فمینیستی تو اون انقلاب عملا غایب بود، هرچند بعد از مدت
کوتاهی بعد از به خصوص صدور فرمان حجاب اجباری خمینی این دو شعار اومد رو که ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. درس هایی که ما میتونیم بگیریم برای انقلاب نوین ایران، فعلی ایران، آتی ایران، هر اسمی میخواید روش بذارید چیه؟ یعنی در پرتو شکست انقلاب 57 ما چه درس هایی میتونیم از اون انقلاب بگیریم که انقلاب بعدی ما به سرنوشت به اصطلاح انقلاب قبلی دوچار نشه. البته این انقلاب فقط 57 هم نیست، یعنی ما بیش از 100 سال از انقلاب مشروطیت در جستجوی این گمشده آزادی و عدالت اجتماعی و برابری هستیم. لیلا دانش عزیز پاسخ شما رو میشنم. ممنون. به نظرم خیلی نکته مهمیه، برای اینکه ما اگر بحث میکنیم در مورد اینکه چرا انقلاب شکست خورد و یا به اون جزئیات میخوایم راجع به سلطنت طلب صحبت بکنیم که در حقیقت به نظر من نمیدونم، حالا شاید برداشت من اشتباه، من واقعا جدی نمیگیرم نیروی سلطنت طلب، ولی به عنوان اینکه میتونن مخل باشن و اشکال به وجود بیارن و به اصطلاح به کج راه ببرن، حتما باید در جای خودش باشون برخورد کرد، هم به اون تیکه‌ایش که مربوط به اصطلاح پاسخ دادن به خاطر جنایت ها و سرکوب هاست و هر همون دیکهش که به هر حال باید جواب سیاسی بدن. و به نظر من مهمترین چیزی که همون دوره قبل بحث هم گفتم این که اجازه بدیم که نیروهای سیاسی با پلتفرم های خودشون، با برنامه های خودشون، با صراحت با جامعه حرف بزنن. این خیلی مهمه به نظر من. بحث این که شما چی میخواید، میخواید با جامعه چه کار کنید و چه برنامه برای آینده جامعه دارید، در حیطه اقتصادش، در حیطه صنعتش، در حیطه بازسازی های عمرانی در جامعه، در حیطه فمینیسم، در حیطه حقوق اجتماعی مردم، در حیطه حق تشکل مردم، همه اینا بحث هایی نیست که باید بعد از مرگ شاه بشود، همین امروز باید اینها روشن باشه تا هر کسی بدونه که تو کدوم صف باید وایسه. اما اگه برگردیم به مسئله انقلاب و رفرم که به نظر من خیلی مهمه، برای این که اینجوری نیست که آدم از انقلاب فقط به خاطر اینکه خیلی انقلاب چیز خوبی هست همینطوری تصمیم میگیری که انقلاب خیلی خوب است و من هم انقلابی میشوم. شما میتونید در رفرم های اجتماعی در جامعه به انقلابی ترین شیوه شرکت کنید. این مسئله مهمه. و این که همون نکته که شما گفتین در رابطه با بازرگان، بله این که خیلی بازرگان توی ما آخرین نسل هست و واقعا هم همینطوری بود، رفرم نمی کنید، رفرمی که تازه در شاه میتونست در حیطه قدرت خودش و در سیستمی که خودش داشت هدایت میکرد، در درون طبقه حاکم، اون رفرم هایی که بازرگان در نظرش بود، رفرم در درون طبقه حاکم بود تازه، نه رفرم در سطح جامعه. ولی اگر واقعا رفرم هایی در سطح جامعه صورت بگیره که بتونه مشکلاتی رو از زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم حل بکنه، درآمد اقتصادیشون رو بالا ببره، حقوق اقتصادیشون رو بالا ببره، حقوق اجتماعیشون رو بیشتر کنه، حقوق شهروندیشون رو به رسمیت بشناسه، حجاب در جامعه نباشه، مذهب اجباری نباشه، حق داشتن عقاید آزاد باشه، یا همچین رفرم‌هایی اگر در جامعه بشه معلومه که باید از اینا حمایت کرد. ما با در درون جامعه ایران با هیئت حاکمه‌ای که میشناسیم، با بورژوازی که ما در ایران میشناسیم، ما با همچین پدیده هیچ وقت درگیر نبودیم. همون بخش لیبرال بورژوازی ایران همونی بود که به قول شما شاه باید اصلاحات نه دیکتاتوری یا سلطنت کن نه حکومت، این بود شعارشون دیگه. بنابراین بحث این نیست که انقلاب به هر قیمتی، اینو کسی تصمیم نمیگیره، ولی اگر جامعه احتیاج به یه رفرم هایی داره و اون نیروهایی که در رأس جامعه نشستن و همه سکان جامعه در اختیارشون هست حاضر نیستن تن بدن به چنین رفرم هایی که جامعه رو بهتر کنه، زندگی رو در جامعه برای اکثریت عظیم مردم بهتر بکنه، باید اینو به انتظار داشته باشن که انقلاب خواهد شد و این دستی کسی نیست، این خواهد شد، این ضرورتی است که در درون جامعه است و این ضرورت تحول جامعه است که این رو ایجاب میکنه. همون چیزی که مشکلی که جمهوری اسلامی در حیطه اقتصادیش از بعد از جنگ، بعد از ختم جنگ در سال 68 شمسی که رفسنجانی با چیز بازسازی اقتصادی اومد،
برنامه‌ای که اونا داشتن روی کردی که به اقتصاد داشتن تو همون در واقع مثل این که یه تاریخ 8 ساله رو از تاریخ حذف کنید، اصلا اونجایی که شاه تموم کرده اینا میخواستن اصلا اونجا ادامه بدن، برای اینکه خودشون میدونن زبان طبقه حاکم، خودشون میدونستن که از کجا این وقفه خورده و حالا چطوری باید اینو ادامهش داد. بنابراین اگر رفرمایی که و اون رفرمایی که رفسنجانی داشت چیز میکرد رفرمایی نبود که قرار بود زندگی رو برای مردم بهتر بکنه، اون داشت تغییرات ساختاری رو به وجود می آورد که بانک بین که نهادهای بین المللی پول وام هایی که قرار بود بگیرن ازشون تقاضا میکردن. بعد چیزی که در جامعه اتفاق میافتاد بیکارسازی های گسترده ای بود که در همون دوره اتفاق افتاد و بعد از اون بدتر از اون در دوره ای که در زیر سایه اصلاحات اون قراردادهای کار سفید و چیزی از شمول قانون کار خارج شدن کارگاه ها و فلان اینا. به هر حال بحث انقلاب رفرم این تیکه و من میخوام بگم اگر که ما میخوایم راجع به آینده حرف بزنیم مستقل از اینکه داریم راجع به رفرم حرف میزنیم یا انقلاب که کسی اینو تصمیم نمیگیره، اینو جامعه نشون خواهد داد، چند تا چیز هست که به نظر من خیلی مهمه. اینکه هر کسی به عنوان فرد بیاد بگه من میخوام بیام این جامعه این کار بکنم، این کار فقط شاهزاده نیست که داره این کار میکنه، اون شورای گذار هم که تشکیل شده هم همینطوریه. 4 تا آدم جمع میشن میگه ما میخوایم بریم جامعه رو اینطوری، شما کی هستین؟ بیاین یه برنامه بنویسید. مثلا همه کسایی که تو همه جای دنیا همینطوری یه حزبشون رو درست میکنن، اگر جامعه اجازه میده که آزادی احزاب هست حزبشون رو درست میکنن، اگر نه میان مینویسن میگن به جامعه ارائه میدن، میگن این برنامه اقتصادی ماست، این برنامه سیاسی ماست، ما میخوایم مطالباتمون در جامعه اینجوری پیاده میکنیم، با همسایگان ایران اینطوری رفتار خواهیم کرد، با محیط زیست اینطوری خواهیم کرد و همه اینا. بنابراین اون چیزی که به نظر من مهمه اینه که هر نیروی که میاد جلو صحنه باید تمام این عرصه‌ها نظراتش رو بگه تا جامعه بتونه به راحتی قضاوتش بکنه. این از یک زاویه است. از زاویه دیگه اش از درون خود جامعه، از کف جامعه باید مطالباتی که جامعه میخواد، مطالباتی که مردمی که دارن اعتراض میکنن میخوان خیلی روشن باشه در تمام عرصه‌ها. مطالبات مردم در حیطه اقتصادی، در حقوق فردی، در حق تشکل، در آزادی‌های بی قید و شرط، در آزادی مذهب، در اینکه در پوشیدن لباس، حجاب یا حجاب داشتن یا نداشتن یا هر چیز دیگه که اسمش رو، اینا انقدر باید روشن باشه که هر نیروی، حتی اگر انقلاب میشه یا رفرم میشه، حتی اگر خود مردم نتونن نهادهای اعمال قدرت خودشون رو بسازن و سرنوشت رو خودشون به دست بگیرن، هر نیروی دیگه که بیاد در مقابل جامعه موظف باشه که به این خواست‌ها جواب بده. این خودش قدمی به جلو هست که این خواست‌ها روشن باشه. بعد ببخشید یکم نکته دیگه که گفتید در مورد اینکه فمینیسم و سکولاریسم در این چیز غایب بوده، من اینجا میخوام برگردم به نقش مذهب به طور عمومی تر. در مورد مسئله زن ما در توی دوره انقلاب 57 درسته که توجهی نشد به این که وقتی در فقط چند هفته بعد از قیام بهمن 57 اطلاعیه اومد که باید حجاب بپوشن، کسی توجه نکرد به این که این میتونه این سرآغاز یک سیاست مهم در سطح اجتماعی در جامعه است و قربانیانش فقط زنها نیستن و این اون حجاب یعنی در واقع حجاب نه اون پیک پارچه‌ای که قرار بود بره رو سر زنها، بلکه پوششی بود برای یه سیاستی که در دوره‌های مختلف همین امروز پوشش سیاست سرکوب جمهوری اسلامی، هر وقت میخواد ارعاب تو جامعه به وجود بیاره شروع میکنه به گرفتن بی‌حجابان در جامعه. خب این یکی از نقاط ضعفی بود که به نظر من در درون چپ بود و خب این من مسئله رو فراتر از این میخوام بگم چپ نسبت به خیلی چیزا روشن نبود واقعا و اون ناروشنیش در حیطه‌های مختلفی تأثیرات خودش رو تو همون دوره نشون داد، در برخوردش به قدرتی که حکومت رو گرفته بود، در برخورد به تحلیل از حکومت جمهوری اسلامی چپ چندین شاخه شد تو همون سال اول، تو همون یک سال اول، در برخورد مسئله جنگ انشعابات متعددی در درون چپ صورت گرفت، در برخورد سفارت آمریکا به دلیل رویکرد ضد امپریالیستی و گفتمانی که جمهوری اسلامی دست خودش گرفته بود و به غلط تا همین امروز میگن جمهوری اسلامی گفتمان ضد امپریالیست، جمهوری اسلامی ضد امپریالیست نیست و این به غلط این چیز رو به وجود آورد. در تمام این عرصه‌ها چپ یه ایده‌های مهمی رو از دست داد ولی
توجهی که در رابطه با مسئله زنان شد قطعا اینطوریه و به نظر من یکی از چیزهایی که وقتی از حقوق اجتماعی و حقوق مدنی حرف میزنم من فکر میکنم که این مستتر هست و ولی در حیطه مذهب وقتی میخوام بگم میخوام یکم اینو بیشتر باز کنم به خاطر اینکه نه فقط به این دلیل که ما 40 سال سرکوب یه حکومت مذهبی رو دیدیم که خودش به هر حال خیلی مهم است، نشون داد که اگه چیز تاریخیش رو بخوایم نگاه کنیم جمهوری اسلامی در 57 یا به تاریخ میلادیش اگه بخوام بگم که بقیه اومدن 79 جمهوری اسلامی اومد، بعد سال 80 یا 82 3 تقریبا 82 3 میلادی توی ترکیه حزب عدالت پیروز شد، جریانات اسلامی دیگه توی جاهای دیگه خاورمیانه رو اومدن و نقش پیدا کردن و این سرآغاز دوره‌ای شد که اسلام سیاسی توی یه موقعیت دیگه قرار گرفت، اسلام به مثابه یک سنت سیاسی و طبعا اشکال مختلف داشت، این سنت سیاسی هم سنی داشت هم شیعه داشت هم به اصطلاح گروه های داعشی و القاعده و این حرفا رو داشت هم گروه های مختلف مثل مجاهدین یا اونایی که تو جمهوری اسلامی گرفتن داشت، ولی چیزی که بنیاد همه اینا رو داره اینه که امکان داد این دولت این حکومت مذهبی امکان داد که مذهب به یک عنصر مهمی در حیطه قدرت تبدیل بشه و اون چیزی که امروز ما در خاورمیانه شاهدش هستیم به ویژه نه فقط اسلام حتی یهودیت و شاخه‌های دیگری از مذهب که در اونجا شکل گرفتن هر کدوم به نوعی سر یکی از دعواها و مجادلاتی هستن که خاورمیانه رو به آتش جنگ کشونده و به همین خاطر تعیین تکلیف کردن با مذهب و حکومت مذهبی و جدا کردن کامل مذهب از دولت و به اصطلاح صد گذاشتن بر سر فعالیت های اقتصادی و دخالت در اقتصاد این نهادهای مذهبی یکی از مسائل بسیار مهمی است که اگر در جامعه ایران عملی بشه مردم ایران رو از شر مصیبت بزرگ خلاص خواهد کرد و در این حال میتونه سرمشق هم باشه برای اینکه در جاهای دیگه همین اتفاق بیفته و این تاثیراتش به مراتب بیشتر از اون چیزی است که در مرز ایران قابل تعریف بشه. خیلی ممنون. خب رفیق فریبا نظر شما هم در مورد این نکته که چه درسایی میتوان از انقلاب شکست خورده بهمن برای انقلاب نوین ایران گرفت به ویژه اون نقد سیاست همه با هم میشنم؟ بسیار خوب، من فکر میکنم که ما چیزی که شاهدش بودیم در انقلاب بهمن اساساً اینکه همه میدونستیم که گفتم چی نمیخوایم ولی نمیدونستیم چی میخوایم، بنابراین تو این راستا اگر بخوام کاملا خلاصه بکنم این هستش که ما باید زمینه نهادهای اجتماعی از پایین رو فراهم کنیم، اینو باز میکنم. برای این کار ما برمیگردم به اون اصلاح طلبی و انقلاب هم که گفتید که به نظر من اصلاح طلبی رفرم یا انقلاب هم باز هم دست مثلا حکومتی یا سیستمی نیست که بده، باید بگردیم به اینکه آیا این ظرفیت رو داره یا نداره، آیا حکومت مذهبی ایران ظرفیت رفرم داره نداره، به چه دلیل نداره، برای که جامعه ای که خواستش امروز علنا بیان میکنه به عنوان نان و آزادی آیا این در چارچوب حکومت الان ممکن هست؟ بنابراین این ظرفیت رو نداره. حتی اگر از جنبه سرمایه داری هم ببینیم، ببینید سرمایه داری امروز ظرفیت این که یعنی حتی آزادی های سیاسی که بر اثر مبارزاتی به وجود اومده و کم اهمیت هست نیستن داره زیر میره، برای که سرمایه داری به یک نقطه ای رسیده که دیگه نمیتونه به قول معروف آزادی و نان را با هم تطبیق بده. یعنی شما فکر کنین همین اتفاقاتی که در فرانسه افتاد، در فرانسه یا مثلا در کشورهای دیگه داره اتفاق میفته، یعنی در واقع یک جوری عملی نیست، یعنی این سرمایه داری با سیستم الان دیگه نمیتونه به قول معروف رفرم هایی که در قبل از مثلا سالهای 32 مثلا رفرم کنیز بده مثلا به جامعه بگه سرمایه‌داری ظرفیت داره ما دولت رفاه میدیم که مثلا فرض کن سندیکاها تشکیل بشه، همه اینا بعد از همون دولت رفاه و بعد از جنگ به وجود اومد بر اثر مبارزات مردم. بنابراین ما در این راستا که از درسی که میگیریم این هست که اولا یکی از مهمترین درساش اینه که ما نان و آزادی رو باید به هم پیش ببریم،
یعنی ما نمیتونیم بگیم که اصلا مفهوممون از آزادی چی هست. من یادم رفته ولی یکی از رهبران انقلاب فرانسه میگه که آزادی بدون نان هیچ معنایی نمیده. یک جمله مشهور داره میگه که مثلا تو آزادی در گرسنگی بمیری، آزادی بری مسافرت ولی پول نداری بری مسافرت، آزادی در آزادی خودت بمیری، هیچ کسی هم بهت کاری نداشته باشه. یعنی این یه نوع یک تصور خیلی سطحی از آزادی هست. اگر یک دوره‌ای چه در سرمایه داری این آزادی های سیاسی میتونست پیشرفت باشه، مثلا حق سندیکا به وجود بیاد، حق چیزای دیگه به وجود بیاد. ببین در فرانسه سندیکای فرانسه 45 روز اعتصاب کردن از یه حق قانونی دیگه خیلی متمدنانه، ولی هیچی به وجود نیامد و این باعث شد که حالا اگر اسمش بذاریم خشونت، وارد یک فاز جدید بشه. یعنی کارگرا برای که یا کارمندای مترو یا اهل سندیکالیستا برای اینکه حقوق خودشون رو بگیرن وارد یک فازی بشه که شاید ما مثلا اسمش بذاریم که دیگه عملی نیست در چارچوب دموکراسی. بنابراین در ایران هم همینطور هست. ما چپ ها و نیروهای آزادی خواه باید اولا یک، برای که خیلی به قول معروف خلاصه کنم، از سد مذهب بگذاریم و بدونیم که در چارچوب مذهب کاری نمیشه کرد. چیزی که امروز اغلب بهش رسیدن، یعنی نه دیگه به قول معروف اصولگرا و اصلاح طلب کار تموم ماجرا، یعنی در واقع این ماجرا تموم. پس بنابراین مذهب رو دیگه تو جزئیاتش نمیدیم، چون لیلام گفت کنار باید بذاریم. وظیفه ما کجاست؟ همه با هم. همه با هم خیلی به نظر من چیز پوپولیستی و خطرناکیه. در تاریخ هم اتفاق افتاده. ببینید وقتی که در زمانی که در آلمان انقلاب شد، شروع کردن حرکت‌های اجتماعی شد، هرگز کسی فاشیست نمیخواست. بر بستر یک چیز اجتماعی و همه با همی بود که به زمین‌های اجتماعی وجود داشت فاشیسم به وجود اومد. بنابراین همه با هم هیچ معنی نمیده، مخصوصا الان که دیگه خیلی خوش روشن کرده. من به نظرم چپ ها و نیروهای آزادی خواه باید مسئله گفتمان سوسیالیستی خودشونو به شدت روش انگشت بذارن. ما اگر اینجا و آنجا با کسی اتحاد عملی داریم، نباید خودمونو منحل بکنیم. یعنی ما منظورم نیروهای چپ و آزادی بخش، من تو این راستا کارگرا، زنا، اونایی که به قول معروف دانشجوها، کسانی که از ملیت ها دفاع میکنم میذارم. و بنابراین فکر میکنم که تمام این مطالبات بی کم و کاست از همین الان، یعنی از همین الان ما یک چیز مرحله بندی اصلا عملا نداریم. بگیم که آزادی، اصلا باید این مفهوم آزادی که ما میخوایم اول همه با هم باشیم، یعنی فقط جمهوری اسلامی بره دیگه. آیا رفتن جمهوری اسلامی تجربه به ما نشون ده که رفتن شاه چیزی را حل کرد؟ حتی بدتر شد. بنابراین ما اساسا از پایین باید نهادهای خودمون رو بزنیم، در واقع از سندیکاها، از تشکیلات زنان، دانشجویان، کارگران، شوراهای کارگری، شوراهای محلات، و به قول معروف پیوند این نان و آزادی آنچنان محکم هست که به هیچ عنوان نمیشه اینو از هم جدا کرد. بگیم که ما اول برای آزادی دفاع میکنیم، مثلا آزادی انتخابات. آزادی انتخابات دیگه در واقع امروز کسی نمیتونه منکرش بشه. آزادی انتخاباتی که تو حق انتخاب عملا نداری به چه معنی هست؟ یعنی میدونی، یعنی این به نظر من این کسایی که طرفدار این هستن که میگن که مثلا آزادی، باید مفهومشو از آزادی روشن بشه. یعنی اینکه اگه ما گفتم، همینطور گفتم، اگه فقط میخوایم جمهوری اسلامی بره که هیچ چی حل نمیشه. بنابراین ما قاطعانه باید روی گفتمان سوسیالیستی خودمون وایسیم. اگر اینجا و آنجا سر موردهایی میخوایم اتحاد بکنیم، میتونیم بکنیم. اصلا به نظر من این نیست که رد کنیم، ما بگیم ما خودمون تنها میخوایم همه چیز پیش بریم، ما خودمون تنها نیستیم. و بنابراین با نیروهایی که به قول معروف واقعی در جامعه، کارگرا، زنا و کارگرا، تمام اینا و پیوند، یک پیوند بین اینها، تشکلاتی باشه، تشکلاتی وجود داشته باشه، به قول معروف شوراهایی از پایین تشکیل بشه که در موقعی که به قول معروف موقعی حالا کسب قدرت سیاسی یا هر چیز یا عوض شدن هست، یک مطالباتی وجود داشته باشه که این مطالبات اگر وجود نداشته باشه، اگه همه با همی وجود داشته باشه که همه با همی که معلوم نیست چی از توش میخواد در بیاد، یعنی همه با هم، مثلا واقعا من فکر میکنم که بهترین روشی که میتونه
به قول معروف استحکام بده به یک انقلاب و در جامعه بعدی هر کسی بتونه راه پیشرفت خودش رو پیش ببره، راههایی برای پیشرفت باز بشه. این که اولا خود پلورالیسمه، اصلا این همه با همی که پلورالیسم توش وجود نداشته باشه خودش یه نوع دیکتاتوری هست، یه نوع به قول معروف چیزی هست که به درد جامعه نمیخوره و ما رو به اینجا میرسونه. خلاصه میکنم، من فکر میکنم که باید تشکیلاتایی وجود داشته باشن، هر چند در به قول معروف از پایین در هر سطحی که امکان هست، در جامعه پلیسی وحشتناکی که هر چیزی در ایران سرکوب میشه امروز، ولی با این حال نه کارگرها از حق خودشون از همین الان کوتاه بیان، نه زنا بیان، نه دانشجوها بیان، و پیوندی بین این تمام این به قول معروف ارگان ها و سازمان ها و اینا میتونه یک زمینه بستری باشه. هرچند تشکیل حزب، تشکیل خیلی از اینا اصلا آزاد نیست و به قول معروف نمیتونه و سرکوب میشه، هر چیزی که ممکنه باشه و حول مطالبات، یعنی ما به هیچ وجه و در هیچ زمینه مطالبات اجتماعی رو فراموش نکنیم، یعنی مطالبات اجتماعی رو فراموش نکنیم، بذاریم به عهده فردا، پس فردا، پس اون فردا. از همین الان، از همین الان با شعارهای خودمون و از همه با همی که غیر از به قول معروف قاطی شدن این مرزها و اینکه هیچی به بار نمیاره کاملا پرهیز بکنیم و به نظر من به تبع سلطنت طلبا که حداقل نظر من این هست، مهمی نیست که اونا در جامعه چی میگن، ولی ما حرف مشترک، یعنی چپ و آزادی خواها با سلطنت طلبا حرف مشترکی ندارند، یعنی اینکه اونها دلشون میخواد وجود داشته باشن به عنوان آزادی بی حد و هست در جامعه، میتونن وجود داشته باشن، حرف خودشونو بزنن، مسائل خودشونو پیش ببرن. این به نظر من نه تنها تفرقه نیست برخلاف تصوری که هست، از همین الان این آزادیه، یعنی همین امروز من حق دارم اگر که میخوام که از سوسیالیسم دفاع کنم دفاع کنم. وقتی که به من میگن تو الان حرف نزن، اتفاقا همین آزادی رو از همین امروز زیر سوال بردن. بنابراین چیزی که من فکر میکنم که باید به قول معروف زمینه و نهادهایی به وجود بیاد از پایین که در موقعی که به قول معروف فرصت مناسبی هست، این نهادها به قول معروف یک شورش هست، یک شور انقلابی هست، با شعور اجتماعی با هم دیگه ترکیب بشه و شاید ما یک قدمی در راه گفتمان سوسیالیستی پیش ببریم. بله. رفیق بهروز فرهانی عزیز، پاسخ شما رو هم به همین پرسش میشنویم. من فکر میکنم که پاسخ این سوال رو توی صحبت قبلی خودم دادم که چه درس‌هایی ما از این میگیریم و برای آینده ایران چه نتایج رو از اون میگیریم. خیلی روشنه، ما چیزی که نتیجه میگیریم اینه که به هیچ وجه نباید اشتباه اون موقع رو تکرار بکنیم و اون همه با همی رو که بلافاصله تبدیل خواهد شد به همه با من، اون بار خمینی، این بار یکی دیگه، این رو به هیچ وجه نباید بپذیریم. برنامه های خودمون رو باید در بین توده ها تبلیغ بکنیم و اونها رو آشنا بکنیم با اهدافشون، به شعارهای عمومی بسنده نکنیم، بین خواسته های برای آزادی های سیاسی، آزادی های مدنی به حق، حقوق زنان، حقوق فرودستان رو بیاریم، کاملا روشن بکنیم که عدالت اجتماعی در ایران به چه معناست و روشن بکنیم که یک رابطه دیالکتیکی تنگاتنگ و ارگانیک بین شعارهای مدنی و شعارهای آزادی های سیاسی و خواسته های عدالت اجتماعی وجود داره. ما در یک کشور سرمایه‌داری هستیم که درش سیاست‌های نئولیبرال هم به پیش بردن و مردم رو به خاک سیاه نشوندن. اضافه بر این ماجراجوهای نظامی و هژمونی طلبی روحانیت حاکم رو در ایران داریم که دنبال اون اتحاد شیعیان خودش در منطقه هست و ما باید در مقابل همه اینها برنامه خودمون رو ارائه بدیم، به کارگرها، زحمتکشان و حقوقگیران بگیم که به هیچ نیروی جز خودشون نباید تکیه بکنن. فاجعه نه فقط سرکردگی خمینی، نه فقط حمایت قدرت‌های غربی از خمینی که از ترس انقلاب پشت اون رفتن رو یادآوری بکنیم، بلکه تجارب امروزی رو هم یادآوری بکنیم و یادشون بندازیم که اینها در افغانستان چیکار کردن، این نیروهای امپریالیستی، سرمایه‌داری غربی و روس‌ها و چینی‌ها، همه اینا رو به یادشون بیاریم که این نیروها در موضوعات مربوط به پول جایی برای نازک‌دلی ندارن، اینا دنبال منافع خودشونن. لیبی رو به خاک و خون کشیدن برای منافع خودشون، سوریه رو همینجور، عراق رو همینجور، افغانستان رو همینجور. در هیچ کجا در تاریخ معاصر ما دخالت نیروهای امپریالیستی
به طور مشخص قبل از همه نیروی ایالات متحده آمریکا به نفع مردم اون کشور تموم نشده، برای روی کار اومدن یک دولت مترقی و ملی منجر نشده. اینها در همه جا ساتراپ های خودشون رو میخوان، از نوع محمد رضا پهلوی رو میخوان، اینها نوکرهای خودشون رو میخوان، و در شرایطی که سرمایه‌داری جهانی فاز بلند رونقش مدت هاست که تموم شده و در فاز بلند رکود هست، الان هم داریم میبینیم مشکلاتی که اینها دارن و علارغم روش های مرحله‌ای که پیش میارن بلافاصله ما با یک رکود مهم روبرو میشیم، هنوز دلشون خوشه که دارن در میان، باز یک صدایی در میاد و غیره، مثل ترامپ که الان فکر میکنه که تا 10 سال دیگه در آمریکا همینجور رو نخواهد بود. یادشون بندازیم که در چنین شرایطی نیروی کار، اردوگاه کار باید متحد باشه و استقلال خودش رو از تمام نیروهای دیگه حفظ بکنه. تا وقتی که کارگران آگاه، معلمان آگاه، دانشجویان آگاه، پرستاران آگاه ما، بازنشستهایی که میدون اومدن و از حقوق خودشون دارن دفاع میکنن، این مسئله اتحاد نیروی کار رو، اردوگاه کار رو به پیش نبرن، خطر این که این همه با همیا خودشون رو ما تحمیل بکنن وجود داره. در نتیجه اون چی که ما درس گرفتیم از انقلاب بهمن اینی که میبایستی به جای شقه شقه کردن جنبش کارگری، به جای فرقه گرایی در جنبش کارگری، در جنبش حقوق بگیران و فرودستان به طور کلی، همه جا اتحاد عملهای پایدار رو با بلند کردن پرچم هم آزادی هم عدالت اجتماعی و سوسیالیسم در کنار هم دیگه ایجاد بکنیم. اگر اون موقع به ما گفتن اول مبارزه ضد امپریالیستی باید بکنیم تا بعد تکلیف آزادی رو روشن بکنیم، تفکر توده‌ای که ارجحیت مبارزه ضد امپریالیستی ضد آمریکایی رو بر مطالبات آزادی خواهانه، آزادی های سیاسی و مدنی همه جا تبلیغ میکرد و اجرا میکرد، دیوار چین کشیده بود بین این دوتا. الان هم نیروهای راست دارن سعی میکنن که بین خواسته های آزادی و دموکراسی طلبی، آزادی های مدنی و سیاسی، و خواسته های عدالت اجتماعی و حرکت به طرف سوسیالیسم و دموکراسی مشارکتی، دموکراسی شورایی، هر اسمی که میخواید روش بذارید، دخالت مستقیم مردم در خودش، دیوار چین بکشن. اول بگیم مرگ بر جمهوری اسلامی، بعد بگیم مرگ بر سرمایه داری. نه. درسی که ما از انقلاب بهمن گرفتیم اینه که این رو توامان باید بگیم. بدون کوبیدن سرمایه بزرگ در ایران امکان نداره که عدالت اجتماعی گامی به جلو برداره. سرمایه کلان در ایران بخشای مختلف بورژوازی ایران هستند. خصوصی داریم، خصولتی داریم، بیت امامی داریم، دولتی، بورژوا، امنیتی داریم، هر جوری که شما فکرشو بکنید ما داریم. در یک چیز مشترکن، مخالفت با عدالت اجتماعی، ارزان کردن نیروی کار، پیاده کردن سیاست‌های نئولیبرالیستی تا حد اکثر ممکن، چون در شرایط جغرافیایی و اجتماعی هر کشوری همه کار نمیشه کرد. و از این زاویه است که من مطرح میکنم که درس هایی که ما گرفتیم اینه که اتحادهای پایدار، جبهه واحد کارگری رو در ایران ایجاد بکنیم، از نیروها بخوایم که این رو به لحاظ ایدئولوژی شقه شقه نکنن، مثل اون موقع که ما نیروی هوادار فدایی درست کردیم، پیکار درست کردیم و غیره، توی کارخونه ها به جای اینکه از جنبش عمومی کارگرها قبل از اون حمایت بکنیم و در درون اون در واقع نیروهای خودمون رو سازمان بدیم، در اتحاد با هم این نیروها رو سازمان بدیم، این بار می بایستی بریم به طرف این جبهه گسترده کارگری، به طرف جبهه واحد توده‌ای در مقابل همه این نیروها، چه سلطنت طلب چه طرفدار جمهوری اسلامی. و این درس بزرگی هست که ما از انقلاب بهمن گرفتیم. زمینه عینیش به وفور وجود داره. ما چندین و چند سالی که مبارزات بزرگ چیزو داریم، در واقع در اینجا مطالباتی رو داریم که کادرهای بسیار مهمی از توش بیرون اومدن، شخصیت‌هایی ازش بیرون اومدن و باز هم بیرون خواهند اومد، خیلی خیلی هم طبیعیه. اینها درس‌های جدیدی رو گرفتن و قابل مقایسه نیست با اون قشر آگاه کارگری کوچیکی که قبل از انقلاب بهمن بود. به امید اینکه اینها این سازماندهی رو پیش ببرن، به امید اینکه بتونن در واقع این کار رو بهتر و بهتر انجام بدن و ما باید بهشون کمک بکنیم که انجام بدیم، این بزرگترین درسی هست که ما از انقلاب بهمن گرفتیم و بهشون باید منتقل کنیم. خیلی ممنون. هرچند ای کاش وقتی میگن همه با هم، همه با هم واقعی بود، یعنی اگه همه با هم جامعه رو اداره کنن، همه با هم حکومت رو اداره کنن، یعنی
بیانگر یک دموکراسی مشارکتی شورایی واقعی بود یا خودحکومتی دموکراتیک توده های مردم. منظور اینا از همه با هم همه با منه، یعنی اینه که اون زمان خمینی میگو همه با فعلا شاه برود، همه با هم یعنی همه با خمینی. الان هم که اینا میگن منظورشون اینه که همه با آقای رضا پهلوی، یا هر مجاهدین مثلا میگن همه با مریم تابان، منظورشون اینه. و بعد این انتظار اینه که آقا تفرقه ایجاد نکنید، همه با هم فعلا از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم و این داستان ها، منظورشون از چپ ها است که سکوت کنن، یعنی خودشون از فرشگرد و شورای مدیریت دوران گذار و شورای ملی مقاومت و من نمیدونم جریانات اصلاح طلب و ملی مذهبی های مختلف، همه آلترناتیوشون رو خوشگل مطرح میکنن، میگن ما این آلترناتیومونه، حتی برخیشون هم مثل آقای فخرآور قانون اساسی هم نوشته. درست؟ منظورشون از چپا هست که آقا از فعلا از سوسیالیسم و عبور از سرمایه‌داری و برابری طبقاتی و من نمیدونم عدالت اجتماعی و من نمیدونم استقلال از قطبهای امپریالیستی اینا صحبت نکنید، فعلا همه با هم، یعنی بیایید به پلتفرم من بپیوند، بنابراین همه با هم زیر چتر یک نفر. من درود میفرستم به هر سه عزیز، لیلا دانش، فریبا ثابت و بهروز فراهانی. ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید.